آسپاس در پاریس و لندن نویسنده جورج اورول راوی سعید مزفری زندگی حقیقی نویسندگان پشت پرده های محالود است آنچه ما از آنان میخوانیم اغلب خودشان نیستند تصویر دنیایی است که در ذهن خلق کردند عبور از جهان داستانها و رسیدن به خود حقیقی نویسنده خودش یک جور ماجراجویی است آنچه میشنویم بخشی از زندگی نویسنده معروف انگلیسی جورج اورول از زبان خودش است نویسنده معروفی که صاحب دو کتاب مزرعه حیوانات و 1984 می باشد صبح زود فریادهای زن صاحب هتل سکوت خیابان کوکتر پاریس را می شکنند. مادام از کسیب شدن دیواری که از اتاقهای هتلش شاکی است او به پیاده رو میآید و سر مستجر طبقه سوم فریاد میزند خانم خانمان تو فکر کردی چی هستی؟ میمیری مثل بقیه احساسا رو از پنجره بندازی بیرون؟ کی گفته روی کاغذ دیواری لهشون کنی تا جاشون بمونه؟ مکانه فکر کرده هتل ارث پدرته؟ زن طبقه سوم سرش را بیرون میآورد میگوید دهنت را ببند ندید بدید در کمتر از چند ثانیه پنجره های رو به خیابان باز میشوند اهالی به دو دسته تقسیم شدند طرفدار مادام و پشتیبان های مستجر. دعوا بالا میگیرد. صدای داد و بیداد کل خیابان را برداشته است. عبور دسته سوار نظام به معنای ختم جدال است. با دیدن سوار نظام ها همه ساکت می شوند و رژه منظمشان را تماشا می کرند. این روایت کوتاه برشی از یک صبح معمولی در خیابان کوکدور پاریس است. خیابانی باریک پر از ناله پیرمردها و بوی تعفن زباله. محله پر از جارو جنجال بود ها جرأت مداخله نداشتند اسم هتل من دترو آموانو بود هتل پنج طبقه با دیوارهایی به نازوکه چوبی کبریت هتل چهل اتاق کوچک داشت اتاقا تاریخ بودن و کثیف مسئول هتل مادام اف بود زنی که به استخدام کارگر برای تمیزکاری اعتقادی نداشت خودش هم وقت نمیکرد جارو و گردگیری کند همه جا پر از خاک و کسافت بود برای پوشاندن شکاف های دیوار پنج لایه کاغذ دیواری صورتی روی هم چسبانده بودند. کاغذ دیواری هایی که با گذشت زمان لانه ساسها شده بود. صبح چشماتو که باز میکردی ساسا جلوی چشمت رژه می‌رفتند. شبا برای گشت و گذار در اتاق از سخت پایین میامدن و وقتی امان آدم رو میبریدن فقط گوگرد چار ساس بود. ساسها از دود گوگرد فراری بودند تا بوش پخش شد به اتاق بغل می رفتن. اما چیزی نمی که از اونجا هم بیرون می شدن. دوباره روز از نو روزی از نو هتل منم مثل بقیه هتل خیابون ویران و زوار در رفته بود با این تفاوت که مستحجراش بیشتر با هم صمیمی بودن و دلیل اصلی سمیمیتشون اخلاق خوب مادم اف و شوهرش بود هر کس پاشو تو هتل میذاش لاقل یک هفته میموند اجاره اتاق بین هفته سی تا پنجاه فرانک بود بیشتر مسافران خارجی بودند که وضع مالی درست حسابی نداشتند. یکی لباس کهنه جمع می کرد، یکی سنگ تراش بود و دیگری کارگر ساختمون. در بین مسافرا یه دانشجوی بلغاری بود که برای آمریکایا کفش های خاص می پسر از صبح زود تا دوازده ظهر ده جفت کفش می‌ساخت. در ازاش هم پول خوبی می بعدم آماده می تا به کلاسش تو دانشگاه سوربون برسه. اتاق دیگه ای برای مادر و پسری بود که با هم زندگی میکردند مادر از صبح زود جراب پولدارا رو وصله میکرد. پسرم از روی شکم سیری به سر و وزش میرسید و با پول مادرش تو کافه های پاریس وقت میگذروند. اوضاع تمام مسافرهای هتل به همین منوال بود. کمی بالا و پایین فرقی نداشتن. راستشو بخواین تمام احالی می پاریس همینطوری بودند آنری نمونه ای مردم مفلوک پاریس بود. مردی جنده پوش و قد بلند که کارش باز کردن چاه فاضلاب بود. اون خیلی حرف نمیزد. سکوت و خیلی دوست داشت. از لابلای جملات کمش فهمیده بودیم پیش از این راننده تاکسی بوده و زندگی روبلایی داشته ولی خیانت نامزدش مرد بیچاره رو دیوونه کرده بود. بعد از زد و خورد با نامزدش زندانی شده و بعد از آزادی مثل مجنونا از این چاه فاضلاب به اون یکی میرفت و خودشو با کسافت مشغول میکرد. مرد دیگه بود که شش ماه تو پاتنی محله پولدارای لندن بود. پیش پدر و مادرش زندگی میکرد. اون شش ماه دیگه هم تو پاریس میموند. الکلی تمام ایاری بود. یا تو رخت خواب ولوم شد یا گوشه کافه مینشست و پرت و پلا به هم میباف. اگه میشد داستان زندگی هر کدومشون رو نوشت قصه های جالبی از آب در میمانم. اما برای داستان من معرفی کوتاهی از هر کدومشون کافیه. من درباره فقر می اولین برخوردم با فقرم تو این محله و هتلاش بود. محله که مثل کلاس درس پنجره جدیدی رو به زندگیم گشود. پنجره که پایه و اساس آیندم شد. زندگی تو محله ما خاص و به یاد بود. کافه هتلم اتاق کوچیک با کف آجوری بود. کافه با چند تا پله به پایین میرفت. میزها همیشه نوچ و کثیف بودن. کارگرها با چاقوی زامندار سوسیس خورد میکردن. مادام ف با لبخند رضایت به مشتریاش نگاه میکرد گاهی هم براشون اشعار عاشقانه میخوند به جرأت میتونم بگم اسرا نصف مشتریای هتل تو کافه به این کوچکی جمع شدن همیشه آرزو میکردم ای کافهی با همین انرژی و حال و هوا تو لندنم بود گفتگوهای رد و بدل شده تو کافه مثل محله و هتلاش عجیب بود شار از خوش صحبت کافه بود جوانی از خانواده های پولدار رو تحصیل کرده که از خونه فرار کرده بود. اون از هر فرصتی استفاده میکرد تا با حرفای شیرینش حاضرین رو به وجد بیاره. صورتش مثل صورت بچه ها زریف بود. وقتی میخواست حرف بزنه جوری حرکت میکرد که انگار میخواد برقصه. آدم خاصی بود. عقاید عجیب و غریبی هم داشت. یادم میاد یه بار تصمیم گرفت در خطابه طولانی معنای عشق رو برای حاضرین کافه توضیح بده. در بین سخنرانیش تعریف کرد چطوری از برادرش دزدی کرده و پولو در چه کارایی هزینه کرده آخر سرم معلوم نشد چیزی که میگه حوس عشق یا همون غریزه خودمونیه وقتی حرفاش تموم شد حضر با تعجب و همدیگه نگاه میکردم مطمئنم همه تو دلشون میگفتن عمرمونو پای حرفای مالی خول یا این جوون شیرین عقل داریم هدر میگه. زندگی بر کوکتور فقط یک سال و نیم طول کشید اما تو همه مدت کوتاه کلی ماجرا داشتم. یه روز پس ترکشید البته حقوق تدریس خصوصی زبان انگلیسی هم بود. اما کفاف یه هفته زندگی تو پاریس رو نمیداد. من باید دنبال کار میگشتم ولی بدون تصمیم قبلی تعمونده پولم و به عنوان اجاره یه ماه موندم تو هتل پیش پرداخت کردم. بعدم دنبال شغلی مناسب گشتم. میخواستم راهنما و مترجم یکی از شرکت های توریستی بشم. اما یه اتفاق نابهنگام معادلات هم به هم ریخ. یه روز جوانی ایتالیایی به هتل اومد. ظاهر خاصی داشت. اون چیزی بین یه ولگرد و روشن فکر بود. مادم اف اجاره یک هفته رو پیش پیش ازش گرفت. جوانم شش شب تو هتل موند و با خیال راحت از روی کلیدا یه سری برای خودش ساخت. شب هفتم جوانک به ده دوازده تا اتاق دست زد و فرار کرد. اتاق منم از دوزی در امون نموند. تنها شانسی که آوردم این بود که پول کم تی جیبم پیدا نکرده بود بعد از این اتفاق مجبور شدم با 6 فرانک در روز زندگی کنم با این اوضاع و سر و امکان گشتن دنبال یک کار جدید و در خور توجه برام امکان نداشت کدوم توری مرد گرسنه ای را برای راهنمای توریستاش انتخاب میکرد این اتفاق آغاز حرکتم تو مسیر فقر شد چیزایی رو دیدم و کارایی کردم که تا پیش از این حتی تصورش هم نمی کردم. تا اون روز فکر نمی کردم فقر تا این اندازه پیچیده باشه. فقر می دونستم وحشتناکه. اما حقارت و فرمایگی حاصل از اون برام قابل پیش بینی نبود. جمع کردن خورده های نون و پنان کاری های اجباری حال آدم رو خراب میکنه. به خصوص برای کسی مثل من که داشت برای اولین بار فقر رو تجربه میکرد. بدترین قسمت فقر ظاهر سازیشه باید وانمود کنی همه چیز خوبه باید دروغ پشت دروغ بسازی باید با جوابای بی پای و اساس خیال رخشوی محل رو راحت کنی که لباسات رو به رخشوی دیگه نبره نامه هایی که به دستتون رسیده رو بی جواب بذارید چرا؟ چون پول تم نداره از همه بدتر غذا خوردنه باید هر روز ساعت نهار از هتل بیرون بزنین تا بقیه فکر کنن به رستوران رفتیم. در حالی که روی صندلی پارک نشستین و نون پنیر سقم می‌زنین. ریسکاری هم این وسط باید رعایت بشه. باید حواستون باشه ابعاد نون به اندازه باشه که تو جیبتون بتونین مخفیش کنین و یعنی خیلی زود لو میرین. بعضی اوقات مجبور میشین کل پول روزتون رو به سلمونی محل بدین. چون خودتون هنر به خرج دادین و یه تنه به موهاتون گند زدین. اینجور وقتا باید دست و دلباز بود و به سرمونی اعتماد داشت. این وسط اتفاقای پیش بینی نشدم کم نیستن وقتی برای خودتون شام شیر گرم تدارک دیدین یه ساس چاق تلپ میفته وسط ظرف شیرتون یه دفعه هم نون با یه محل تصمیم میگیره دیگه نون نصفه نفروشه بعضی اوقات هم از سر بیکاری تو محلهای خوب شهر قدم میزنین اما همون موقع یکی از دوستای قدیمیتون رو از دور میبینین سیمه میپرین تو کافه تا با دوستتون رو در رو نشین اون وقت مجبورین با آخرین پولای تحجی یه فنجون قهوه بخرین تا صاحب کافه شاکی نشه بوی غذاهای تازه برای کسی که هر روز مجبوره نون و پنیر بخوره بزرگترین عذابه اعتراف میکنم چیزایی که گفتم باعث شد گاهی فکر دزدی به سرم بزنه اما بزدلتر از این حرفا بودم این شد که از بیجانی ساعتها روی تختم میافتادم و به سخت و اتاق می شدم تا بلکه فرجی بشه مصیبتایی هایی رو که گفتم در صد ضرب کنین نتیجهش میشه مفلس بودن این جانب تو پاریس دانشجوهای های هنرمند و دمای بیکار و هزاران نفر دیگه در حومه شهر همینطوری زندگی میکنن منم ناخواسته وارد همین قشر شدم اما چون تجربه کافی نداشتم پولم خیلی زود تموم شد بنابراین این مجبور بودم لباسامو تو بسای کوچیک جاسازی کنم و به مغازه دست دوم فروشی ببرم. بالاخره غذا مهمتر از لباس بود. صاحب مغازه مردی یهودی بدونقی بود. مردی با موهای قرمز و چشمای ریز. مدام با مشتریاش دعوا میکرد. تا کسی وارد میشد داد میزد و میگفت دوباره اینجا پیدا شد؟ تو فکر کردی من خیریه باز کردم؟ بازم خنزر پنزرات آوردی بندازی به من؟ همیشه هم در قبال اشناس پایین ترین مبلغ امداد. میداد. برای کلاه عزیز و نونوارم یک پنجم قیمت خریدش رو به داد. در طول سه هفته تمام پولم رو خرچ کردم. مجبور بودم با پول کمی که از تدریس خصوصی زبان انگلیسی میگیرم سر کنم. نمیدونستم اوضاع بدتری هم تو راهه. البته یکی از ویژگی های فقر که بابت آینده نگران نیستین چون اصلا نمیدونین آینده براتون وجود داره یا نه. از حق نگذریم فقر مایه دلگرمی هم میشه میپرسین چطور همین که همیشه از فقر و بیپولی ترسین، اما به درجه از آس و پاس رسیدین که با فقر کنار اومدین خنده داره به خودتون میگین من از پسش برمیام بعد چشمات رو میبندین و آرامش عمیقی رو تجربه میکنین یه روز ناگهان کلاسام تعطیل شد یکی از شاگردان تنبلیش شما سر کلاس بیاد اون عذرم و خواست. شاگرد دیگم هم بیخبر اتاقش رو تحویل داد و رفت. حالا من موندم و یه چندر راسته ای جیبم. پولی کفاف خریده یه نونم نمیداد. چاره جز گره وزشتن لباس نداشتم. مجبور شدم مادام افو تو جریان بذارم چون اگه اون نمیدونست اوزان به هم ریخته اجازه نمیداد چه دونه لباسامو از هتل بیرون ببرم به مغازه گرایی رفتم سالانی بزرگ که دور تا دورش صندلی چیده بودن باید وسایل رو روی پیشخون میذاشتم شماره میگرفتم و منتظر میشستم کارشناسا ارزش وسایلم رو مشخص میکردن لباسام سالم و نو بودن با خودم حساب کردم کمی کم از فروششون دیویس فرانک نصیبم میشه تو همین فکر و خیال بودم که متصدی شمارم رو صدا زد شماره نود و هفت فرانک با تعجب نگاش کردم ولی میدونستم اگه چونو بزنم لباسم رو پس میده وقت مجبور بودم دست خالی برگردم. هفتاد فرانک رو برداشتم و برگشتم به هتل. از تمام می لباسا کت رنگ رو رفته برام مونده بود و پالتوی آبرومند یه پیران اضافی هم نگه داشتم. گفتم شاید روزی به کارم بیاد. برحال رسیدم به هتل. مادم بف مشغول تمیز کاری بود. دنبالم اومد. معلوم بود نگران اجارشه. آروم گفت چقدر دست تو گرفت. من آه بلندی کشیدم و به دروغ گفتم دویستا چشمش برق زد پس لباسات از اون پارچه انگلیسی خوبه با زوق و شوق به راه رو برگشت جاروش و برداشت و زمین و جارو کشید من نفس عمیقی کشیدم مشکلم برای یه روز حل شد دو روز بعد اتفاق جالبی افتاد دروغم به حقیقت پیوست برای مقاله که چند ماه پیش از هم منتشر شده بود دیویس فرانک دستموز گرفتم با اینکه برام سخت بود اما تمام پول دو دستی تقنیمه مادم اف کردم بعدش از و برای پیدا کردن کار جزم کردم یاد دوستم بوریس افتادم مطمئن بودم که اون کمکم می‌کنه. من بوریس رو اولین بار تو بیمارستان دیدم به خاطر ورم مفاصل پاش بستری شده بود اونم مثل خودم نویسنده بود کم کم با هم صمیمی می شدیم جوون بود هم سن سال خودم بود هیکلی و خوشقیافه قیافه بود اما از وقتی پاش مشکل پیدا کرد را رفتن براش یک کمی مشکل شد به مرورم چاق شد بوریس مثل بقیه پناهندهای روسی سرنوشت عجیبی داشت مادر پدر ثروتمندش تو جریان انقلاب کشته شده بودن خودشم دوران جنگ تو هنگ دوم توفنگدارای سیبری خدمت کرده بود وقتی جنگ تموم شد اون کارهای مختلفی رو تجربه کرد تا قبل از مشکل پاش باربری تو میدون تربار کارگری تو کارخونه و ظرفشوری رو تجربه کرده بود. آخر سرم ترفی گرفت و پیش خدمت شد. میگفت روزی صد فرانک انعام میگیره. راست دروغش با خودش. اما هدفش مثل تمام پیش خدمت ها جمع کردن پول و زدن رستورانی جمع جور بود. با تمام سختی که کشیده بود دوران جنگ و بهترین دوران زندگیش میدونست. سرش پر از استراتژی های نظامی و نظریه های فرمانده های معروف جنگی بود. هر چیزی که رایه از جنگ داشت خوشحالش میکرد. باریس کافه گلوسری دلیلا رو خیلی دوست داشت. میگفت مجسمه یکی از افسران مهم جنگی سردر کافه اونو یاد خاطراتش میندازه. تنها دارایش بعد از انقلاب مدال ها و عکساش بود. اونقدر این گنج براش عزیز بود که حتی برای گروهی هم به مغازه نصفردشون. هر وقت من رو میدید همه رو روی تخت ورا می کرد و شروع می کرد به توضیح دادن می گفت ببین رفیق این منم اینجا فقط بیست سالم بود فکر کن دو 20 سالگی سرمان بودم ببین چه خدادم دستم بود همه هم از هم حرف شنوی داشتن با ناراحتی نفس عمیقی میکشید و می گفت یه دیگه بالا پایین داره یه روز سروان ارتشی یه روزم حتی کسی آدم ثابت نمیکنه. یادم سال 1916 با افتخار یه هفته تو هتل ادوارد اقامت کردم. اما چهار سال بعد التماسشون میکردم استخدامم کنم. آخر سالم با هزار منت نگهبان و ظرفشور هتل شدم. اما ایب نداره. لاغل میدونم خوب زندگی کردن یعنی چی. بوریس بعدش همیشه سکوت میکرد تا من حرفی بزنم. دلش میخواست چیزی بگم تا و هوای هر رو عوض کنه. فهمیده بودم با اینکه عاشق جنگه اما اونقدر پیش خدمتی کرده که حتی طرز فکرش هم مثل پیش خدمتش کده. همش منتظر شانس در خونش بزنه. آرزو داره یه روز یه مشتری با دادن انعام هنگفتی پس اندازش رو بیشتر بکنه تا زودتر یه رستوران برای خودش افتتاح کنه. تجربه های مشتری های خاصش برام جالب بود. تعریف میکرد یه مشتری آمریکایی داشته که هر شب 100 فرانک بهش انعام میداده. چند ماه بعد خبر رسید همین مشتری دست و دلباز به جرم اختلاس به آمریکا بازگردونده شده. وقت گذرونی کنار بوریس برام خوشایند بود. با هم حرف میزدیم و شطرنج بازی کردیم. با اینکه خودش نویسنده بود به من میگفت نویسندگی نون آب نداره. مگه اینکه با دختر یه ناشر ازدواج کنی. بیا پیش خانه پیش خدمت شو. هم قدت بلنده هم انگلیسی خوب حرف میزنی قد یادت باشه سیبیلاتو بزنی بذار پام یه خورده رو به خودم کمکت میکنم که یه جای خوب استخدام بشی حالا که پول نداشتم شکمم و سیر کنم معنای حرفای بوریس رو درک میکنم باید پیداش میکردم خیلی وقت بود ازش خبری نداشتم مطمئن بودم اگه نتونه سفارش کنه پیش خدمت بشم میتونه تو زرفشور خونه یه کاری برام دست و پا کنه با فکر کردن به بوریس خیالم راحتتر شد. و همین فکر و امید آرومتر از شبای قبل خوابم برد. آخرین آدرسی که از بوریس داشتم هتلی تو کوچه مش دبلان منتو بود. پرسان پرسان به هتل اقامتش رسیدم. اما تا رسیدم تمام آمار و آرزوهام از استخدام تو هتل و انعام روزی صد فرانک فرو ریخت. محل زندگی بوریس کوچه باریک و کثیف بود. ای که از محل زندگی خودمم هم تر بود. با احتیاط داخل شدم. سراغ باریس و از متصدی بعد هتل گرفتم. فهمیدم تو اتاق زیر شیروونی زندگی میکنه. بدترین اتاق هتل. از شیش دریف پلای تو در تو بالا رفتم. هر چقدر به اتاقش نزدیکتر میشدم شدم بوی گند زباله و سوپ آماده بیشتر میشد میدونستم سوپ آماده برای کسایی که از گرسنگی در حال مرگن. روبروی اتاق ایستادم چند ضربه به در زدم صدایی نیومد آروم در رو باز کردم اتاق خیلی کوچیکی بود غیر از یه تخت فلزی و یه صندلی کنه وسیله دیگه ای نداشت زیر لب گفتم صد احمد به اتاق خودم بوریس بدون لباس روی تخت خوابیده بود منو که دید به زور چشمشو باز کرد یا مسیح مقدس کمرم کمرم داره میشکنه داد زدم چی شده مریضی؟ با ناله گفت نه بابا از گشنگی رو به موتم دیر اومدی رفیق من دیگه رفتنی هم. من با عجله دویدم پایین نون خریدم چون بوریس تا نون دید خودش رو روی زمین پرت کرد و تو یه چشم به هم زدنی نصفش خورد کمی که حالش جا اومد تعریف کرد بعد از مرخص شدن از بیمارستان چون پاش شل بوده از هتل اخراجش کردن میگفت یک هفته بین بشکه ها روی اسکله میخوابیدم و از دو هفته پیش توی این اتاق با یه مکانیک یهودی زندگی میکنم. مرد یهودی به دلایلی که درست نفهمیدم 300 فرانک به بوریس بدهکار بود. مرد به جای پس دادن پول اجازه داده بود بوریس شبا تو اتاقش روی زمین بخوابه. روزی دو فرانک پول غذا هم بهش میداد. صبح که مرد سر کارش میرفت بوریس از فرصت استفاده میکرد و چند ساعت روی تخت اون ولو می شد تا درد کمرش بهتر بشه. نه روی زمین نه روی تخت از شر ساسا در امان نبود. با شنیدن حرفای بوریس خیلی ناامید شدم. اوزاش از منم خرابتر بود. براش توضیح دادم پولی کمی دارم. گفتم هر طوری شده باید یک کاری پیدا کنم وگرنه از هتل میندازنم بیرون. چشمای بوریس برق زد. گفت بس خوبه که تو یکم یک پول داری. تا قبل از تموم شدنش بالاخره کار پیدا می‌کنی. گفت چند روز دیگه تو خیابون پشتی یه رستوران روسی افتتاح میشه قرار من مدیر داخلیش بشم برا تاش کار جور میکنم مای پونست فرانکم دست موز میدن غذای خوبم به راهه کلیم انعام جمع میکنی سرم رو دادم و گفتم نه چند روز دیگه دیره موهد اجارم نزدیکه بوریس که سر حال شده بود گفت نگران نباش راهای زیادی جلوی پامونه من دست خیلی پول دارم یکیشون همین روزا قرضمو میده این یهودی هم قرار از همیلگاشون چند تا جنراتور بدزده. هر کدومشو تمیز کنیم به اون پنج فرانک دستمزد میده راستی بهت گفتم قبلا نامزد داشتم زنا عشق یادشون نمیره کافیه بهش نامه بدم و بگم پول لازم دارم مطمئنم روم و زمین نمیدازه سرم و تکون دادم و گفتم بلند شو زودتر بریم دنبال یک کاری لبخند زد و گفت رفیق نگران نباش از گرسنگی که نمیمیریم ما تو این جنگ پیروز میشیم. بوریس از جاش بلند شد تا آماده بشه. اول با یه تیغ قدیمی بدون کف و صابون ریشاشو تراشید. بعد کت و شلوارشو پوشید. کراواتو جوری زد که سوراخش معلوم نشه. کف کفشش رو با روزنامه پوشوند. با جوهر مشکی سوراخای جورابش رو رنگ کرد. جوری به سر و ریختش رسید که کسی فکر نمیکرد چند وقت پیش لای بشکه ها تو اسکله اولین مقصد ما کافه تو خیابون ریولی بود. آدم های جور با جوری دور میزا نشسته بودند جدای هر کدومشون هم یه فنجون قهوه بود. هر چند دقیقه یک بار مردی خوشتیب شبیه آدم های مهم وارد کافه میشد. شد. مرد یه راست به طرف پیشخون می رفت. بعد از چند لحظه متصدی که از افراد رو که تای کافه نشسته بود صدا میزد. کافه در حقیقت بنگاه کاریابی بود. صاحب کافه هم کارگرا رو به کارفرما معرفی میکرد. دو ساعتی که اونجا نشسته بودیم خبری از صدا کردنمون نشد. برحال دست خالی اومدیم بیرون تا نزدیک غروب به چندتای هتل سر زدیم اما هر بار ناامیدتر از قبل برمیگشتیم. مجبور شدیم یکونیم فرانک حروم کنیم و با مترو برگردیم. نزدیک که هتل من که رسیدیم بوریس گفت دنبال کارگشتن فایده نداره. باید بزنیم تو کار خلاف. فقط کافی آمریکایی بپیشه توی یه کوچه خلبت اون موقع با یه سنگ میزنیم تو سرش و جیباشو خالی میکنیم بعدم میزنیم به چاک اما نه نمیشه منم خارجی هم. تو هم همینطور خیلی زود شناسایی میشیم بعدش باید بریم آب بخوریم تو سکوت نگاش کردم میدونستم گرسنگی به مغزش فشار ورده مقداری نون و شکلات خریدم غذا به سرعت برق روی بوریس اثر میذاشت. سیر که شد با هیجان یه قلم و کاغذ آورد و اسم افرادی رو که میتونستیم برای کار بهشون مراجعه کنیم نوشت و بعدم گفت رفیق نگران نباش دلم روشنه خیلی زود یه کار نون و آبدار پیدا میکنیم فقط کافی مغز اون به کار بندسیم حالا راحت بگی بخواب فردا صبح باید به خیلی جاها سر بزنیم بوریس که دا نداشت تا هتل خودش بره کتش رو زیر سرش مچاله کرد و روی کف و اتاق من خوابید. بوریس اشتباه میکرد. روز بعد و روزهای بعدم اوزامون تغییر نکرد. تا سه هفته روزا جلوی هتل پرسه میزدیم. امیدوار بودیم یکی از مدیرا بیرون بیاد تا ازش کار بخوایم. همیشه هم ناامید برمیگشتیم. همه معتقد بودن که کار هتل مناسب یه آدم شل و یه خارجی بی تجربه نیست. اسممون به بنگاه کاریابی دادیم چند بارم خبرمون کردن اما چون مجبور بودیم راه و پیاده گز کنیم همیشه دیر می رسیدیم یه بار نزدیک بود شانس بهمون رو کنه مدیر هتل نگاهی خریدارانه به من و بریس کرد و بریز سعی کرد صاف بیسته مدیر گفت به دو نفر کارگر تو انبار احتیاج داریم ما با خوشحالی دنبالش را افتادیم دم در انبار نگاهی به بریز کرد و گفت همکاری تو لغو شد آدم شل به چه درد کار من میخوره؟ مرتب کردن سندلیای سیرک و تمیز کردن واگنای باری به خاطر پای بوریس از دست دادیم. یه بار از بونگای کاریابی با من تماس گرفتن. گفتن یه ایتالیایی محترم میخواد انگلیسی یاد بگیره و برای هر ساعت تدریسم 20 فرانک میده. کت گشاد بوریس آبرومندتر از کت رنگ و رو رفته خودم بود. با هزار امید کت رو تنم کردم و رفتم به بونگا. تا رسیدم متوجه شدم که ایتالیای محترم لحظه آخر از موندن تو فرانسه صرف نظر کرده. یه بارم به پیشنهاد بوریس برای باربری به بازار میوه تر بار رفتم. جوون قد که معلوم بود صاحب کاره جلو اومد و من براش توضیح دادم که دنبال کار میگردم. جوونک نگاهی به دست و پا من و گفت رفیق ما اینجا آدم قوی میخواییم. برو اون صندوق سیب زمینی رو بلند کن ببینم. رفتم سراغ اون صندوق. خیلی سنگین بود نمیشد تکونش داد چه برسه اینکه بلندش کنم چیزی نگفتم سرم انداختم پایین و از جوان دور شدم کمی که دور شدم برگشتم پشتم و نگاه کردم دیدم چهار مرد قویه کل با هم مشغول بلند کردن اون صندوقند. فهمیدم جوان خاصه منو دست به سر کنه نامنگاری بوریس به نامزد سابقش نور امیدی تو دلمون روشن کرد اما دخترک با جواب دندون شکنش زود ناامیدمون کرد دختر با لحنی آشغانه توضیح داده بود که چقدر دلتنگ بوریسه. اما چون خواهرش مریضه هر چقدر پول داره باید خرج اون بکنه پول حاصل از فروش لباسا فقط دو هفته دوام آورد بعد از خالی شدن جیبم حفظ ظاهر رو کنار گذاشتم هر روز سوپ شلو و رفته رو روی اجاق و اتاقم داغ میکردم بوریس تواضع میکرد و به جای کاسه توی قابلم سوپ میخورد من میدونستم این کارش برای چیه تعداد قابلمه بیشتر بود ایرادی بهش نمی گرفتم هرچی باشه ارزش بدتر از من بود درد پا و خوابیدن روی زمین امونشو رو بریده بود و بنیه روسیش باعث می همیشه گرسنه باشه با این حال ناامید نبود تو توهمش قدیسی داشت که وقتی کار به جاهای باریک می رسید کمکش میکرد. گاهی اوقات به اصرار بوریس به کلیسا می رفتیم و برای خوش آمد قدیسش شم روشن می کردیم اما شم روشن کردنم برای رهایی از این فلاکت کاملا بیفایده بود. بعضی روزا بریس هم امیدشو از دست میداد. روی تخت میافتاد و های های شروع کرد به گریه کردن. هم اتاقی یهودیشم هم دیگه از دادن روزی دو فرانک سر زده بود. مدام تحقیرش میکرد. بریس به یهودی فوش میداد و میگفت رقیق فکر کن یه یهودی منو تحقیر کنه. منی که روزی تو ارتش روسیه خدمت میکردم ما یهودی ها رو اصلا آدم حساب نمیکردیم بهمون گفته بودن توف سرباز روس نباید حروم یهودی ها بشه یادم یکیشون یه بار میخواست بچهش رو به من بفروشه من قبول نکردم حالا وزم رو ببین افتادم زیر دست یکی از همون آدم هایی بیسفت اینجور وقتا بوریس حوصله بیرون اومدن از اتاق و دنبال کارگشتن رو نداشت منم بهش ایرادی نمیگرفتم چون میدونستم عاشق شطرنجه کم کم خوراکیامون ته کشید از ناشاری روزه گرفته بودم بالاخره گرسنگی امانم و برید یه چوب ماهیگیری قرض کردم و با امید سید یه ماهی به رود سن رفتم ماهیا زرنگتر شده بودن دوم به تره نمیدادن بنابراین ناامید برگشتم به اتاقم تنها کاری که در حال گرسنگی قادر به انجامش بودم خوندن خاطرات شرلوک هولمز بود روی تخت ولو شدم و کتاب باز کردم. روز بعدش حالم یه کمی بهتر شد. انگار به گرسنگی عادت کرده بودم. بلند شدم لباس پوشیدم و رفتم سراغ بوریس. میخواستم ازش بخوام برای مدتی روزی یه فرانک بهم قرض بده. به اتاقش که رسیدم دیدم عصبانی روی تخت نشسته و داشت فریاد میزد و فوش میداد. با تعجب پرسیدم چی شده؟ عصبانی فریاد زد که دیشب با اون یهودیه دعوای حسابی کردم باید دو فرانک به ام میداد اما زیر بار نمیرفت آخر سر مجبورم کرد چه زانو بزنم تا پولی رو که حقمه به ام بده شکم خالی این چیزا حالیش نیست روی زمین زانو رو زدم مردک پس فطرت رو پرد کرد جلو صبح که بیدار شدم دیدم جیبم و زده و رفته دزده عوضی لعنتی اون فلنگو بسته بود و اجاره اتاقم انداخته بود گردن من رفیق ما باید از استراتژی پیش دستانه استفاده کنیم با تعجب نگاش کردم و پرسیدم گفتی چیکار کنیم؟ برگشت جدی گفت باید پالتو هامون رو گرو بذاریم تا خودمون رو سیر کنیم اما قبلش باید وسایلم از اینجا ببرم بیرون تو کمکم میکنی؟ پیشنهادش غیر ممکن بود اما نخواستم ناامیدش کنم پرسیدم یعنی چی؟ چیکار کنم؟ گفت اول برو هتل خودت پالتو رو بیار تو راه جیباتو پر از سنگ بکن دستورشو انجام دادم با شکم به گرسنه مجبور شدم برم به هتلم و برگردم نیمه بیهوش با جیبی پر از سنگ به اتاق بوریس برگشتم اون وسایل و مدالاشو لای روزنامه قدیمی پیچیده بود چمدونشو پر از سنگ کرد تا متصدی هتل متوجه خالی بودن چمدون جامونده تو اتاق نشه. زمانی که بوریس وسایل جابجا کرد من به مغازه گروی نزدیک هتلش رفتم. از وقت بعد صاحب مغازه از اون مردای ریزبین بود. از اذیت کردن مشتریا لذت می بود. نگاهی به وسایل کرد و به بهانه نبودنشون تو چمدون ردشون کرد. من با ناراحتی به هتل برگشتم. بوریس وقتی لباسا رو دید، ابرو در هم کشید و گفت: اب نداره رفیق. یه استراتژی دیگه، میچینیم. متصدی هتل عاشق حرف زدنی. من میرم رو گرم میکنم هر وقت صرفه کردم تو با چمدون از هتل بزن بیرون من خیلی نگران بودم با این حال قبول کردم بوریس پشت پیشکون رفت متصدی هتل رو به حرف گرفت با صدای بلند حرف میزد و گاه گاه میخندید تکسرفهی به نشونه خروجم زد من خیلی سریع از پشت هیکل درست شلط شدم از هتل رفتم بیرون بدون لحظه توقف تا اولین چهار راه رفتم کمی بعدم بوریس هم به من پیوست دوباره به مغازه گروهی رفتیم بازم ذات خراب مرد فرانسوی گل کرد نبود مدارک شناسایی رو بهونه کرد و وسایلمون رو رد کرد سرخورده و غمگین رفتیم به هتل بوریس تو اتاق موند من تنهایی رفتم به مغازه گروهی از بخت بعد اونجا هم بسته بود پشت درش نوشته بود بعد از ظهر مغازه رو باز میکنه سه ساعت دیگه باید بدون غذا سرد میکردیم یه دفعه چشمان به یه سکه افتاد با خیجان خودم و روی زمین انداختم و سکه رو برداشتم رفتم دو تا سیب زمینی خریدم و برگشتم به هتل با آب به زور سیب زمینی ها رو پایین دادیم بعد از دو روز گرسنگی بهترین غذای عمرمون بود نیروی که گرفتیم سرمون رو با شطرنج گرم کردیم اصر دوباره رفتیم سراغ گرایی با ترس و لرز پالتوها رو روی پیشخون گذاشتیم دعا میکردیم پول خوبی دستمونو بگیره ارزش پالتوها خیلی نبود اگه ده فرانک هم بابتش میداد ما کلامونو میندختیم بالا شمارم و صدا زدم با دلهره رفتم جلو متصدی بدون حرف یه اسکناس پنجاه فرانکی گذاشت جلو چشمان برق زد اسکناس رو برداشتم و دویدم بیرون انگار روی ابرا دارم را میرم خودم رو به اتاقم رسوندم بوریس روی زمین نشسته بود اسکناس رو پشتم قایم کردم بوریس یه نگاهی به صورت هم و گفت خیلی پول دستمونو نگرفت نگرف نه؟ لبخندی زدم و اسکناس پنجاه فرانکی رو نشونش دادم و با شادی فریاد زد پنجاه فرانک؟ بیمهتری پول رو برداشتیم و به یکی از رستورانهای متوسط شهر رفتیم حسابی دلی از ازاده بعد از سه روز گرسنگی بهترین اتفاق خوردن غذای کامل و یه نوشیدنی بود. بوریس از بعضی دوستای روسیش کمی پول قرض گرفت. با خیال راحت دنبال کار گشتیم. یه روز بوریس با شوقزا اومد سراغم و گفت ببینم رفیق تو از سیاست چیزی سر در میری؟ شونها ها ما انداختم بالا و گفتم نه. بوریس گفت ایب نداره منم از سیاست چیزی نمیفهمم. اما یکی از دوستای روس هم گفته انجمنی مخفی مربوط به کمونیستا جاسوس بولشویکای روس رو جذب میکنن انجمن یه نشریه سیاسی تو مسکو چاپ میکنه به مقاله در مورد وضعیت انگلستان نیاز دارن تو هم که انگلیس فوت آبه پس دست به جون بود چشمم گرد شد گفتم امکان نداره من از کجا وضعیت الان انگلیس رو بدونم که بخوام نقدش کنم بوریس با هیجان گفت کاری نداره یه روزنامه انگلیسی بخر مطالبشو برعکس کن جوری که کمونیستا خوششون بیاد سلام و تکون دادم و گفتم باشه قرار بذار بریم ببینیمشون. چند روز بعد دوست بوریس اومد سراغمون نفری به ساختمون نزدیک پارلمان رفتیم سردرش نوشته بود خوششویی چند دقیقه بیرون ایستادیم تا مطمئن بشیم نیروهای امنیتی ما رو زیر نظر ندارن وارد که شدیم یه زن فرانسوی از پشت پیشکن بلند شد و خیلی خونسرد گفت مردای روس طبقه بالا و ما بدون حرف از پله رفتیم بالا مردی جدی و بد اخلاقی جلوی در اتاق ما گرفته بود و تو تاریکی ایستاده بود تا منو دید اخم کرد و گفت اسم رمز منو بوریس زبونمون بند اومد دوست بوریس جلو رفت و در گوش اون مرد یه چیزی گفت مرد اخمش باز شد کنار رفت تا ما وارد اتاق بشیم. روی دیوار اتاق پرسرای لنین خود نمایی میکرد. روزنامه های زیادی جلوی مردی با ریش پرپشت تلمبار شده بود. مرد اخ میکرد و گفت چرا با خودتون لباس کسیف نایی بردین؟ پرسید برای چی؟ مرد فریاد زد و گفت برای اینکه لو نریم چون اگه کسی دیدتون فکر کنه اومدین خوششویی. با رسیدن دو خبر مهم بارقه امید توی دلمون روشن شد. خبر اول این بود که هتل ایکس نیاز به نیرو داشت از طرف دیگه صاحب روس رستوران و هتل خیابون کمرس هم برگشته بود به دیدارش رفتیم تو راه بوریس چند بار توقف کرد ضرباتی به صورتش زد تا رنگ پریدگی ناشی از گرسنگی کمتر به چشم بیاد تو سالن هتل مردی میان سال و خوش لباس به استقبال من اومد بوریس میگفت این مرد تو ارتش روسیه خدمت میکرده مرد کت و شلوار به روزی پوشیده بود بوی عطرش آدم رو محص میکرد. من عقبتر ایستدم. بوریس جلو رفته و به زبون روسی با مرد خوشو بش کرد. فکر کنم از خاطرات مشترک قدیمشونم یادی کردن. همسر مرد که زنی فرانسوی و چاق بود کمی دورتر ایستاده بود. زن با چشمای ریزش ما رو تحت نظر گرفته بود. کمی بعد مرد به طرف من اومد. مسترب شدم. سعی کردم مثل پیش خدمتی ماهر رفتار کنم. مرد جلو اومد و دستم و محکم فشار داد و گفت بوریس میگه تو انگلیسی هستی حتما گلف خوب بازی میکنی نه من با اعتماد به نفس لبخندی زدم و گفتم بله همینطور آقا مرد به شونم زد و گفت قول بده هر وقت اینجا استخدام شدی بهم گلف یاد بدی من عاشق گلفم مرد من و بوریس و همراه خودش تو فضای کوچیک و نیمه کاره رستورانش چرخوند و گفت دو هفته دیگه اینجا افتتاح میشه اجازه بده این طراحی داخلی رو تموم کنیم بعد میبینیم که چه جای قشنگی از آب در میاد من نگاهی به در و دیوار کردم صاحب هتل سعی کرده بود فضای ساختمون معماری قرون وسطا رو برای مشتری ها کنه اما به نظر میرسید رنگا با هم هماهنگ نیستن در بین صحبتاش گفت یه تاریخچه ساختگی برای هتل منتشر کرده نوشته مکان فعلی هتل در قرون وسطا مهمانسرای معروفی بوده مهمانسرایی که شارل بزرگ روز چند شب اونجا اقامت داشته آخر سرم قول داد بوریس و مدیر داخلی رستورانش کنه در زمین گفت کار خوبی هم برای من دست و پا میکنه بعدش خدافزی کردیم و اومدیم بیرون صادقانه بگم من مطمئن بودم از این هتل آبی برای ما گرم نمیشه رفتار و برخورد صاحب هتل بیشتر شبیه کلاه بود با این حال شوق ذوق بوریس برای مدیر شدن اجازه نداد واقعیت ببینیم حرفام تأثیری روش نذاشت معتقد بود گرسنگی زیاد بدبینم کرده دو هفته انتظار کافی بود تا به رویاهامون برسیم روزای بعد دوباره رسیدن. پولمون تموم شد دو روز پشت سر هم گرسنه موندیم روی نیمکت پارک میشستیم و پشت پاره ها منوی غذای مورد علاقمون رو لیست میکردیم شاید تو یه وعده دوازده نوع غذا و نوشیدنی مختلف برای خودش در نظر میگرفت بعدها وقتی پولدار شدیم فهمیدم توان خوردن تموم اون غذاها رو داره. یه شب از فرط و گرسنگی بی حس حال روی تخت افتاده بودم که فریادهای بوریس از خیابون منو دم پنجره کشوند. نونی تا شده توی یه دستش بود، اساشم تو دست دیگرش. مرتب فریاد میزد و میگفت رفیق، بالاخره بدبختمون تموم شد. من تو هتل ایکس کار پیدا کردم، مای 500 فرانک میگیرم. امروزم روز اول کارمه. حسابی میتونیم دلی از اسا در از انصاف نگذریم بوری آدم به با معرفتی بود بعد از ده دوازده ساعت کار سخت با پای شلش اومده بود سراغ من قرار شد روز بعد در ساعت استراحت بعد از ظهر به پارک نزدیک هتل برم میخواست کمی غذا کش بره و برای من بیاره روز بعد بوریس به قرارش عمل کرد با یه کاغذ لوله شده توی جلیقهاش به دیدنم اومد نگاهی به محتوی لای کاغذ انداختم یه تیکه نون و چند برش گوشت گوساله و یه تیکه پنیر و شیرنی خامه ای بود ها با هم قاطی شده بودند خوردن چنین ترکیبی تو پارکی که پر از دخترای جوان بود صورت خوشی نداشت اما انقدر گرسنه بودم که به این چیزا فکر نمی کردم. با وله هدیه بوریسو خوردم و به حرفاش گوش دادم. اون موقع فهمیدم تو یه چاپخونه کار میکنه البته کارش در حد یه پیش خدمت نبود ولی از هیچی بهتر بود سه روز به همین منوال گذشت بوریس تا چشم نگهبان رو دور میدید برام غذا می خیلی زود مشکلمون حل شد یکی از ظرفشورهای هتل کارش رو رها کرد با رفتن اون ظرفشور به سفارش بوریس من جاشو گرفتم بالاخره روزای خوب از راه رسیدن حالا من و بوریس هر دومون کار داشتیم هتل ایکس هتلی مدرن با معماری رومی بود مدیر کارکنان یا همون معاون مدیر هتل که یه جوان ایتالیایی یا مغرور بود روز اول در مورد تجربهم تو زرفشویی سوالاتی ازم کرد البته وقتی فهمید انگلیسی هستم خیلی سخت نگرفت فقط گفت همین که انگلیسی هستی کافیه بیشتر مسافره ما آمریکاییان من فقط چند تا کلمه انگلیسی بلدم بیا دنبالم تا کار امروز تو بهت بگم من بدون حرف دنبالش را افتادم جوان ایتالیایی منو تحویل سرکارگر داد و رفت سرکارگرم مثل خودش اهل ایتالیا بود سرکارگر نگاهی به سرتاپای من انداخت و گفت حواست باشه اینجا همه کار منم هم ها اگه مثل بچه آدم رفتار کنی اوزاد خوب میشه ولی اگه بخوای جفتک بندازی خودم گردن تو جوری میشکنم که نتونی زنده بمونی حالا بیا بریم من هم دنبالش رفتم از راه پرپیش پرپیچ و خم زیر هتل رد شدیم سخت راه را انقدر کوتاه بود که من مجبور شدم خم بشم آشپزخونه قسمت های ظرفشویی و شستشوی لباس زیر هتل بود تو فضای بزرگ و تاریک اونجا بوی آتیش و همراه صدای وزوز پخت و پزم میومد زن رخشور پیشبندی آبی و چند تا دستمال برای پاک کردن ظرفا بهم داد مرد ایتالیایی گفت غذای کارکنای هتل رو میبری طبقه بالا اتاقشون هم تمیز میکنی از همون روز کارم رو تو هتل ایکس شروع کردم اول باید با سینی با آشپزخونه میرفتم آشپزخونه گرم بود و بوی غذا هوش از سرم میپروند دوازده تا آشپز با عجله از این طرف به اون طرف میدویدم کمک آشپزها ها مواد اولیه رو آماده میکردن سه تا ظرفشورم ظرفهای کثیف رو میشستن تا آشپزخونه همه عجله داشتن و عصبانی بودند انگار مسابقه بود و باید زودتر به خط پایان می رسیدن. با سبیلایی از بناگوش رفته و سطح خونه می و کار زیر دستا رو نظارت می کرد. اولین روز تا وارد شدم سینی رو روی اولین پیشخون گذاشتم سراشپس اخ می کرد و گفت ببین چه احمقایی رو به اسم کارگر برای ما می فکر کنم از دیوون خونه فرار کردم. ببین روانی جای سینی اینجا نیست. اینو تو کله پوکت فرو کن. سرش پس تا تو تونست بد و بیرا بهم گفت و دوباره برگشت سر جاش بعد از یکی دو ساعت کار فهمیدم بد و بیرا شنیدن از آداب کار کردن تو هتل. اما به نظرم شنیدنش از گرسنگی کشیدن بهتر بود به نلت هیچ اعتراضی نکردم سرکارگر ساعت چهار و نیم به ما استراحت میداد اما چون باید دوباره سر ساعت پنج کارمون رو شروع میکردیم نمیازید که از ساختمون هتل بریم بیرون تا ساعت پنج تا نه شبم بی وقت کار میکردیم یکی از روزهای اول مشغول کار بودم که سرکارگر با ملایمت صدام زد و که من خیلی تعجب کردم چون بارها منو با لقب وسط ناجور عوضی صدا کرده بود نفهمیدم چرا یه ای دفعه اینقدر مهربون شد و معدب صدام کرد کار بست رفیق فعلا بیا غذا بخوریم یه نوشیدنی هم کش رفتم بیا کیف کنیم اون روز فهمیدم لحن خشک کارگرای هتل مختص ساعات کاریه تو زمان استراحت رفیق هم دیگه میشن به حال با بقیه غذای مونده کارکنا یه دنی از اعصاب در بردیم حالم خوب بود و احساس میکردم آدم جدیدی شدم کارم هم دوست داشتم البته معلوم نبود تا کی منو بخوان فعلا نیروی کمکی هتل بودم و روزانه دستمزد میگرفتم شبا بون پولم رو میداد البته مقداری از دستمزدم و به اسم مالیات کش میرفت بعدها فهمیدم مالیات ها رو تو جیب خودش میذاره قبل از رفتن در بون با دقت لباس ها بازرسی کرد تا مطمئن بشه چیزی بر نداشتم دو روز بعد آخر وقت مدیر کارکنای هتل اومد سراغم و گفت سرکارگر هتل ازت راضیه میتونم باد یه قرارداد یه ماه ببندم خیلی خوشحال شدم بالاخره یه کار ثابت پیدا کرده بودم یهو یاد قرارمون با هتلدار روسی افتادم آروم گفتم من قراره یه جای دیگه مشغول کار بشم نمیشه قرار داده منو دو هفته ای ببندین مدیر پشتش رو به من کرد و همونطور که داشت میرفت از اتاقش بیرون گفت نه قراردادای ما حداقل یه ماه هست منم هیچی نگفتم سرم انداختم پایین و اومدم بیرون و رفتم به ایستگاه نزدیک هتل چون با بوریس اونجا قرار داشتم ماجرا رو براش شریف کردم تا حالا ندیده بودم اینقدر عصبانی بشه داد زد و گفت احمق تو به خاطرات نسیهی که معلوم نیست اتفاق بیفته نقد و از دست دادی؟ برات متاسفم هم. منم آروم گفتم خب این اخلاقی نیست وقتی هتل دوستت را افتاده من قرار دادم و با هتل ایکس کنم برم عصبانی تر شد و با هرس گفت اخلاقی؟ آخه کی تو پاریس از یه ظرف شور توقع کار اخلاقی داره؟ میدونی اصلا لیاقتت گشنگی کشیدنه نباید برات کار جور میکردم با تعجب پرسیدم اگه وسط کار ول کنم برم دستموزم چی میشه؟ دندوناش رو هم فشار داد و گفت یه خود مغز تو به کار بنداز. ازشون بخوا بهت روزانه حقوق بدن. الانم تا کفریم نکردی برگت بگو غلط کردم و بهشون بگو باید قرار داد بردن. بدون حرف و بحث برگشتم به هتل. مدیر کارکنان رو پیدا کردم اعلام کردم از کار تو جای دیگه منصرف شدم همون موقع قراردادم و امسا کردم و به طور رسمی کارمند هتل شدم بعدا فهمیدم عذاب وجدانم بی جهت بوده چون راحت ترین کار برای هتل دارای پاریس اخراج ظرف بعد از اتمام فصل مسافرات من کارم با یه قرارداد رسمی شروع کردم چهار روز در هفته تو چایخونه مشغول بودم یه روز به کمک پیشخدمت طبقه چهارم میرفتم و یه روزم به جای یکی از ظرف کار میکردم روزهای یکشنبه تعطیل بودم اما گاهی مجبور میشدم جای کسی که مریزه سر کار برم در کل از کار تو هتل ایکس راضی بودم. نظم و بزرگی هتل کارو برای کارکنانش راحت تر کرده بود. فقط بعضی اوقات راه راه پیش در پیچ و گرمش آدم و کلافه میکرد. چایخونه زیرزمینی تاریک با ارتفاع کمتر از دونی متر بود و پر از کتری و قهوه و چای. گرماش نفس آدم و بند میورد. یه طرفش پنج تا مخصوص سفارشات داشت و انتهای دیگشم هم دستگاه یخساز بود. مخصوص نگهداری شیر و کره. گاهی از شدت گرما به دستگاه یخساز پناه می بردم. غیر از من و بوریس یه ایتالیایی به اسم ماریو هم اونجا کار می کرد. کار تو چارخونه مشکل بود. چند نوبت در روز سفارشات زیاد و سرسام ها برمی شد. اسمش هم گذاشته بودیم ساعت انفجار. اولین نوبت هشت صبح بود. ساعتی که ساعت تا دیویس مسافر کم کم از خواب بیدار می شدن و سفارش صبحانه می دادند. وظیفه مام آماده کردن قوری چای و قهوه و خورد کردن نان و شمردن حبای قند و تکی کردن کره و ریختن شیر و مربا و کار کوچیک و دقیق دیگه بود. پیش خدمت ها با روپوش های آبی طبقه بالا منتظر رسیدن آسانسور صبحانه بودند تا اونا رو به اتاق مهمان ها ببرن. همه می تا سفارشت لحظه دیر نشه. همه چیز باید دقیق پیش می رفت. حتی یه به قندم نباید از قلم میافتاد آمادی کردن صبحانه کارکنا و بردن به اتاقشون اونم وظیفه ما بود یه روز حساب کردم تو زمان انفجار 24 کیلومتر را میرم و میدوم شاید به نظر شما کار تو چایخونه راحت باشه اما فشار روحیش آدم و کلافه میکنه باید حواست به ده دوازده سفارش همزمان باشه تا چیزی جابجا جا نشه و قهوه ها سر نره نیمروها تع نگیره نونا نسوزه ماریو راست میگفت دست کم یک سال زمان لازم بود تا کارگر چایخونه دستش بیاد که روال کار چطوریه تا ساعت ده نیم صبح اوزا به همین منوال میگذشت گرما امانمون رو میبرید گاهی اوقات برای فرار از گرما و آتش تکای یخ سق زدیم گاهی وقت نمی کردیم خودمون صبحونه بخوریم از باقی مونده چای و قهوه مشتری ها استفاده میکردیم بعضی اوقات وقت کم می آوردیم و اوضاع به هم می به طوری که احتمال داشت یه مسافر بدون صبحونه بره بیرون البته ماریو همیشه به کمکمون می اومد من تازه کار بودم و بوریس اغلب از زیر کار در می رفت. بوریس کار تو چای خونه رو در شهن خودش نمیدید. اما ماریو با چهارده سال تجربه همه چیز رو مدیریت می کرد با یه دست چای می و با دست دیگرش نیم رو درست می کرد درزم حواسش به نون توس و بود برای همین مدیریتش حقوقش دو برابر ما بود. ماهیانه هزار فرانک می گرفت. ساعت دهانیم اوضاع آروم تر می شد. نوبت تمیز کردن چای خونه و برق ظروف برنجی می رسید. نوبتی به سرویس بهداشتی می رفتیم و سیگار می کشیدیم. تا ساعت دوازده نیم که موعد انفجار دوم می رسید، کار اصلی ما بردن غذا از آشپزخونه ها بود. ما مطمئن بودیم که از فوش آشپزها بی نصیب آشپزها از صبح جلوی فر عرق میریختن و منتظر کسی بودن تا کلافگیشون رو سرش خالی کنن. رس ساعت دو آزاد می شدیم. کتو شلوار می و از زیر زمین تاریک و گرم و هتل به هوای آزاد پرواز میکردیم. کردیم. دیدن نور خورشید هر روز برامون تازگی داشت. گاهی اوقات آشپزها و کارکنای هتل رو میدیدیم که توی کافه ها مشغولن. رفتارشون با ما مهربون بود. حتی گاهی نوشیدنی هم مهمونمون میکردند. بیرون از فضای کاری خبری از تحقیر و توهین نبود. همه دوستانه که هم می شسیم. ساعت یک رو به پنج به هتل برمیگشتیم تا دمدمای غروب سرمون شلوغ نبود. تو آرامش میزار رو تمیز می کردیم و قهوه جوش رو برق مینداختیم. اما حدود ساعت هفت کار از انفجار میگذشت و آشوب بزرگ به پا می شود. ساعت شام ساعت تا دیویس مسافر هر کدوم پنج شیش غذا سفارش می دادن. و پنج و شست نفرم مسئول آماده کردن سفارشات می شدن. راه راه های زیرزمین پر از همهمه همه می شد. کارگرها از این سو به سو می دویدن. و هم دیگه می خوردن و به راشون ادامه می دادن. مطمئنم هر چقدر در مورد سختی کار و پیچیدگی ساعت آشوب براتون بگم بازم حق مطلب و عدا نکردم. چیز جالبی تو این آشوب وجود داشت. نظم در دل این همه بی نظمی. بهترین زمان کاری من تو هتل روزایی بود که به پیشخدمت طبقه چهارم کمک میکردم. آبدارخونه با آسانسور به چرخونه وصل میشد. هوای مطور و خوبی هم داشت. کار ما برغنداختن لیوانا و ظرفای نقرهی بود. پیشخدمت پسری محترم و جوان بود. تنها که بودیم مثل یک دوست با من برخورد میکرد. اما اگه کسی دارو برمون میگشت رفتارش جدی میشد. قانون هتل اجازه نمیداد رفتار پیشخدمت با آشپز محترمانه باشه با این حال از بودن در کنارش لذت می بردم. با اینکه این آدم زندگی پرفراز و نشیبی داشت اما روی پای خودش ایستاده و مشغول کار بود. طرز لباس پوشیدن و رفتارش هم واقعا تحسین برانگیز بود. روزای بد کاریم روزای زرفشویم بود. پشخابا با من نبودن. اما سیزه ساعت شستن قاشق و لیوان کار طاقت فرسایی بود. اونم با مواد شوینده ای که فقط تو فرانسه استفاده میشه موادی که اونطور باید کف نمیکرد سر غذای پیش خدمت هم کار من بود محل کارم تو این روزا دخمه کوچیک و کثیفی بود که درش مستقیم به سالن غذاخوری باز میشد باورتون میشه فاصله بین این دخمه کثیف تا سالن مجلل غذاخوری فقط یک در دولنگه بود دخمه بوی کف عرق و غذای مونده میداد پشت یه میز پیش خدمت میشستن و سالات درست میکردن بعد هم صورتشون رو تو سینک مخصوص آبکشی ظروف میشستن تو آینه خودشون رو مرتب میکردن و مثل نجیب زاده ای واقعی وارد سالن غذاخوری میشدن یه بار مسئول خدمتکارا به خدمتکاری تازه وارد که ظرفی رو شکسته بود بد و بیرا گفت بعد خودشو تو آینه نگاه کرد دستی به سر روش کشید و با گردان افراشته به سالن غذاخوری رفت همین آدم بینزاکت چنان معدبانه جلوی مشتری خم می میشد که مشتری خجالت میکشید به چنین انسان محترمی سفارش غذا بده. نفر سر این کار برای من شستن ظرفا بود. به نظرم سیزده ساعت سرپایی ایستادن و انجام این کار توجیهی نداشت. زنی که کنار دستم بود سن سالی ازش گذشته بود. اما همیشه با آرایش قلیز و کلاگیس بلوند جلوی سینک میستاد و ظرف میشست. گاهی آواز شادی هم زیر رب زمزمه میکرد خیلی دارم خواست مثل اون زن آروم و بیخیال باشم هفته دوم کاریم مدیر هتل منو به اتاقش احضار کرد برخلاف همیشه هم با لحن عصبانی فریاد زد و گفت کی تا حالا یه ظرفشو رو با سیبیل دیده از فردا با این ریخت و قیافه نبینمت سیبیلاتو باید بتراشی شیرفم شد چشمم از تعجب گرد شد سرم تکون دادم و از اتاقش رفتم بیرون بعدها فهمیدم طبق یک قانون انا نوشته تو هتل فقط آشپزا اجازه دارن سیبیل بزنن و این برتریشون رو نسبت به پیش خدمت ها و بقیه کارکنای هتل نشون میداد. نظام طبقاتی تو هتل پیشیده بود. حدود 110 کارمند مثل پادگان دستبندی شده بودن. بالاترین رتبه رو مدیر هتل داشت. کسی که ما هرگز اونو نمیدیدیم اما میدونستیم باید غذاش رو با دقت بیشتری آماده کنیم. نظم و شهرت هتل وابسته به مدیرش بود. درجه بعد مختص مدیر داخلی بود. کسی که مدیر پیش رو بود هیچ وقت خودش از کسی پذیرایی نمی کرد. مگر اینکه مهمان لورد یا آیه مقام بلند مرتبه سیاسی بود. با این حال تا روز دویس فرانک هم انعام گیرش می اومد. موقع غذا توی اتاق مجزا می شست و توسط دو کارآموز پذیرایی می شد. به همین ترتیب جایگاه آشپزها پیشخدمتها رخشورها مشخص بود و حقوق متناسب با کارشون براشون در نظر گرفته بودند از همه پایینتر ما کارگرای چایخونه بودیم افرادی که همه تو سرشون میزدند و کمترین حقوقشون رو نادیده میگرفتند هر کدوم از شغلها مخصوص ملیتی خاص بودند کارمندهای دفتری و آشپزها فرانسوی بودند ایتالیایی و آلمانیا پیشخدمت عربا سیاه و بقیه اروپاییام وظیفه ظرفشویی داشتن به نظرم هنرمندترین نگهبان نگهبانای هتل بودن. نگهبانا موقع خروج لباسهای ما رو میگشتن تا غذا مخفی نکرده باشیم. بعدش دستمزد روزانه‌مون رو میدادن. به قدری تو کارشون ماهر بودن که تو 6 هفته کار من تو هتل 114 فرانک از حقوق 500 فرانکی ما کش رفتن بدون اینکه خودم بفهمم. چون تو قراردادم خواسته بودم که روزانه حقوق بگیرم. دزدیدن حقوق یک شنبه ها و ندادن اضافه کار براشون کار خیلی راحتی بود. روزای آخر وقتی فهمیدم که چه کلای سرم رفته دیگه خیلی دیر شده بود. اما چون نمیشد حرف ثابت کنم 25 فرانک به ام دادم. بعضی پیش خدمت ها شخصیت عجیبی داشتن. یکیشون یه جوان تحصیل کرده بود که تا قبل از بیماریش توی شرکت تجاری مهم می کار می کرد. اما بعد از اطلاع از بیماری نادرش اخراج شد و زندگی سختی رو پشت سر گذاشت. خودش رو برای داشتن کار پیشخدمتی خوش شانس میدونست. می, می همین که یه آدم مریضی مثل اون تو یه هتل معروف بتونه مشغول به کار بشه چیزی از معجزه کم نداره. جاسوس بودن هم شغل متداول پیشخدمت بود. یه بار بین دو تا پیشخدمت دعوا شد. یکی اون یکی رو تهدید کرد و گفت مطمئن باش به پلیس میگم که تو جاسوس ایتالیایی هستی. آدمای عجیب و غریب زیادی به هتل میمدن و میرفتن. یه بار یه مرد سربستانی به عنوان نیروی کمکی به چایخونه اومد. شش تا زبان میدونست. به زیروبن به کار هتل حسابی وارد بود. تا ساعت دوازده ظهر مثل بردهها کار کرد. اما ساعت دوازده و یک دقیقه آدم دیگه ای شد. پیپش رو روشن کرد و شروع کرد به کشیدن پیپو و تو راه رو قدم زدن. کار بالا گرفت مدیر هتل خودش اومد و فریاد زد احمق مگه نمیدونی اینجا نباید پیپ بکشی مرد سربستانی با خونسردی گفت کسی تالا بهت گفته قیافت شبیه خوکه توهین مرد سرب همه رو مخکوب کرد مدیر هتل از شدت عصبانیت سر شد و فریاد زد تو اخراجی برو بیرون مردم بیخیال وسایلش رو برداشت و از در هتل رفت بیرون قبل از خروج بریس دنبالش دویدو و, به زبون روسی کلی باش حرف زد. فهمید کار اون مرد همینه. هر روز به هتل مختلف میره و تا ظهر کار میکنه در نتیجه هتل مجبور بود حقوق کل روز شو بهش بده. برای همین تا دوازده ظهر سخت مشغول کار میشد بعدش یه بلوایی به پا میکرد تا اخراجش کنند. به این ترتیب با روزی چهار ساعت کار کردن حقوق یازده ساعت رو میگرفت کم کم قواعد کار تو هتل دستم اومد. وجود نظم در عین بینظمی ظاهری این, بی این ویژگی اصلی کار تو هتل بود آشپز نمیتونست استیکو دو ساعت قبل از سفارش آماده کنه مجبور بود چند دستور غذایی را همزمان با هم در ساعت نهار اجرا کنه همین مسئله باعث به هم ریختگی اوضاع آشپزخونه میشد ساعتهای غذا همه را عصبانی کرده بود و همه به هم فوش میدادند اما در حقیقت با این کار همدیگر تحریک میکردند تا سریعتر کار کنند محترمانه ترین کار رو آشپزا داشتن کسی بهشون امر و نهی نمی کرد. خودشون هم خوب میدونستن که شهرت هتل بسیگی به غذایی داره که به دست اینا تهیه میشه پس سعی کردن همه چیز درست و به موقع اجرا بشه به نظرم مهارت اصلی آشپزا در مدیریت زمانشون بود و کیفیت غذا در رتبه بعدی قرار داشت سرآشپز هتل ایکس فقط سه یا چهار غذا آماده میکرد چند ست سفارش دیگه توسط آشپزهای دیگه آماده می شد. البته سراشپز قبل از بردن غذا به سالن غذاخوری یا اتاق مسافر خودش غذا ها رو بازرسی می کرد تا چیزی کم و کس رو نباشه. پیش خدمت ها حال و هوای مخصوصی داشتن. تو چارچوب ذهنیشون خودشون و افرادی پولدار و صاحب هتلی مجلل تصور می کردن. مدام دورور مشتری های سروتمند می چرخیدن و انعام می گرفتن. همیشه هم شانس شرکت و مهمونی های پول داره رو به عنوان پیشخدمت داشتن. به نظرم ظرف شورا با همه فرق داشت. کارشون نه نیاز به مهارت داشت نه آینده داشتن. فقط سرعت عمل لازم بود. باید با کار تورانی تو محیط کثیف کنار می اومدن. تنها امیدشون این بود که دری به تخته بخوره و کار ساده تری مثل تمیز کردن توالت ها نصیبشون بشه. با این حال غرور مخصوص خودشونو داشتند. داشتن. غروری که از زحمت کش بودنشون ناشی میشد. دوست داشتن کار راه اندازیشون به چشم بیاد. در حقیقت هم همینطور بود. یادم هم از یه شب یه لرد انگلیسی حواسه هلو کرد. پیش خدمت ها تو سر خودشون میزدن که تو هتل ایکس یه هلوی پیدا کنم ولی هیچ هولوی تو هتل ایکس نبود. یکی از ظرفشورای آلمانی گفت نگران نباشین بسپرین به من. بلافاصله از هتل زد بیرون ولی بعد از ده دقیقه برگشت چهار تا هلو از یه رستوران نزدیک هتل دزدیده بود. پیش خدمت میبره به لرد رسوندن و کلی انعام گرفتن. کارای هتل با اصول پیش میرفت اما یه اشکال اصلی وجود داشت. مشتری برای خدمات خوب پول میداد اما کارمندا و کارگرها فقط برای انجام وظیفه حقوق میگرفتند. این یعنی ممکن بود خدمات خوب نباشه اما وظایف به نحو احسن انجام بشه. مثالی میزنم. مشتری نمیدونست ما برای بریدن کره دستمال رو نمیشوریم یا اگه نونی زمین بیفته همونو فوت میکنیم و میذاریم تو بشقاب حتی گاهی از کنار سوزگاهی که تو سبد نون بول میخوردن به راحتی رد میشدیم چون وظیفهمون نبود سوزگاه رو درک کنیم وظیفه ما برق انداختن و ظروف نقره بود که مشتری ببینه و لذت ببره مهمی بود که همه چیز سر وقت و منظم انجام بشه رایت نظافت کارمون رو عقب مینداخت و همین علت آشپزخونه کسیفترین جای هتل بود. سراشپز موقع بررسی استیک به جای چنگال با دست که گوشت بالا می و پشت روش رو نگاه می کرد و می داخل بشخاب. نوبت بررسی سس که میشد باز انگوشتاش به کمکش می اومدن. با انگوش کنار بشخاب دست میکشید و انگشت آغشته به سس و تو دهنش می زاش. دوباره و سه باره این کارو تکرار می کرد. وقتی مطمئن می‌شد شد غذا مناسبه با یه دستمال چرک رد انگشتاش رو از روی بشقاب پاک میکرد و اون وقت اجازه میداد پیش خدمت ها غذا رو ببرن بزنن سر میز مشتری ها. از همون موقع فهمیدم هر چقدر بیشتر برای غذا پول بدی مجبور غذای دستمانی شده تری بخوری. تو رستوران ارزون تا این حد وسواس وجود نداره. استیک با چنگار از مایتا ببر میدارن تو بشقابی که میخوان میزنن و یه راست جلوی مشتری. تنها غذایی که خوب و تمیز درست میشه غذای مخصوص کارکنان و هم مدیر بود به بخش خدمات هتل سر میزدین چرک و کسافت از سر روش میبارید بدتر اینکه مدیر هتل به اسم خرید مواد اولیه مرغوب مشتری ها رو سرکیسه میکرد اون تمام مواد غذایی رو فلی و درجه چندون میخرید و به اسم مواد مرغوب به خورده مشتری میداد البته آشپزها هنر معجزهگری داشتند با همین مواد نامرغوب غذای خوشمزه و آبرومند تحویل مشتری میدادند. توی جمله کسیفی تو دایه های پنهان هتل بیداد کرد. هر وقت پای حرف پیش خدمت از کسافت کاریشون داستانای با مزه ای تعریف کردند. با این وجود هتل ایکس جز ده هتل معروف و خوب پاریس بود. دلیلش هم مشتری های آمریکایی بودن. اونا غذای خوب و نمی راحت میشد با نوشیدنی و یه بشخاب خوراک و مرغ مجلسی سرشون کلا گذاشت. دو هفته از کارم تو هتل میگذشت یه روز تو ساعت استراحت با بوریس قدم زنون رفتیم به هتل روسی هنوز خبر از افتتاح نبود صاحب هتل مثل دفعه قبل با خوشرویی ازمون همون استقبال کرد اما این بار پنج فرانک ازم قرض گرفت و قول داد موقع حقوقم که میخواد به ام بپردازه بی این پولم حساب کنه اونجا بود که فهمیدم چه خوب شد توصیه بوریس رو قبول کردم نباید معطل باز شدن این هتل میشدم زندگی با ظرفشوری هماهنگ شده بود هر روز یه رو به شیش از خواب میپریدم و لباسی رو که از چربی خوش شده بود با عجله میپوشیدم و از هتل میزدم بیرون از کنار رفتگرا و کارتون خوابا رد میشدم تا به مترو برسم با هر ضرب و زوری بود خودم رو تو مترو میچپوندم و راهی هتل ایکس میشدم تو هتل یه راست به زیر زمین میرفتم و تا ساعت دو بعد از ظهر رنگ آفتاب رو نمیدیدم اما در عوض تو ساعت استراحت یا میخوابیدم یا به کافه می رفتم. پیش ها و ظرف همین دوتا انتخاب رو داشتن. سه ساعت بعد دوباره به زیزمی برمیگشتم و تا نه شب مشغول کار می شدم. بعد دوباره مترو، هتل و خواب. البته قبل از خواب یه سری به کافه محل می زدم. کافه پاتوق عربا بود. عربا هر شب با دعوا و درگیری سرمون رو گرم می کردم. این زندگی هر روز من بود. انگار به حد راضی بودم مثل یه حیولایی بودم که فقط غذا میخواد تا سیر بشه خیلی خوشحال بودم چون هم پول اجاره خونه رو داشتم و هم غذا روزی چهار فرانک هم پس انداز میکردم اون روزا تازه ارزش خواب و فهمیدم برای ظرفشوری زحمت کش هیچ چیز لذت بخشتر از خوابیدن نیست یادم میاد یه بار وقتی تا چشمم گرم شد که بخوابم یه قتل فجی زیر پنجره اتاقم اتفاق افتاد سراسیمه پشت پنجره رفتم قاتلا رو موقع فرار دیدم تمام مسافرهای هتل سراسیمه از پله ها رفتن پایین منم دنبالشون رفتم و بالا سر جنازه ایستادیم فرق سر مرد بیچاره با آهن دو نصف شده بود بعد از چند دقیقه جمعیت متفرق شد هر کس به اتاق خودش رفت عجیب بود پنج دقیقه بعد از وقوع قتلی که به این وحشتناکی بود من برگشتم به اتاقم و دوباره خوابیدم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده وزای تمام اهالی محل همینطور بود چه معنی داشت ما کارگرا برای جنایتی پیش پا افتاده از خوابمون بزنیم با پسخنداز هفتگیم در دورا های شبای اهل محل شرکت میکردم تو کافه هتل جمع میشدیم تا نیمه های شب شعر می‌خوندیم و شادی میکردیم برنامه همیشگی شب شبا با سخنرانی فوره تمام میشد فوره میان میانسال بود که آخر هفته ها برامون سخنرانی میکرد میگفت وقت هوشیاری کمونیسته سخنرانیاش همه در متهمی میهندوستی و پیروزی فرانسه تو جنگ جهانی بود یه بار اهل محل تصمیم گرفتن سر به سرش بزنن وقتی سخنرانیش تموم شد یه دفعه یکی از دخترهای جوان از گوشه کافه فریاد زد زنده باد آلمان بقیه هم همراهیش کردن فوره خیلی عصبانی شد با تمام توان فریاد میزد میخواست به جمعیت حمله کنه که حالش بد شد و هر چی خورده بود بالا برد مادم اف کشان کشان فره رو به اتاقش برد ولی کافر رو تمیز کرد. مردم دوباره شروع کردن با آواز خوندن و شادی کردن. مادم اف هم مثل نازما پشت پیشخون ایستاد و دیگه اجازه نداد کسی زیاده روی کنه. یه بار شارل از اون داستانهای عجیب و غریبش تعریف کرد. روی چهارپایه ایستاد و بلند گفت خانم و آقایان اجازه بدیم براتون داستانی آموزنده تعریف کنم. شد یه روزی به کارتون بیاد. ماجرا به روزایی برمیگرده که چیزی نداشتم بخورم چند سال پیش نامزد زیبایی داشتم مدتی اوزامون به هم ریخت. سه روز تو خونه گرسنه افتاده بودیم تمام این مدت مطمئن بودم با هوش سرشارم یه راه حلی پیدا میکنم یهو جرقه تو ذهنم روشن شد یاد زایشگاه دولتی افتادم همون جایی که به زنهای باردار غذای مجانی میدن تا تشویق بشن بازم بچه بیارن نامزدم از گرسنگی داشت به خودش میپیچید بهش گفتن برو بگو حاملم متکایی هم بش دادم تا بذار زیر دامنش دخترش ساده رفت تو زایشگاه کلی ازش پذیرایی کردن بهش سوپ و سیب زمینی و گوش دادن نام زدم هم تا خرخره خورد و آخر سرم یه خورد نون و پنیر برای من کش رفت تا وقتی پول دستمون بیاد کار نامزدم همین بود یه سالی از ماجرا گذشت یه بار دوتایی داشتیم تو خیابون قدم میزدیم که یهو نامزدم دست و پاشو گم کرد و گفت شارل اون زنی که داره به طرفم میاد پرستار زایشگاهه همونی که بهم قضا میده بیا فرار کنیم ولی دیگه دیر شده بود پرستار با صورتی گرد و سفیدش اومد جلو به نامزدم لبخندی زد و با مهربونی گفت چطوری دخترم به سلامتی زایمان کردی همونطور که دوست داشتی بچت پسر شد نامزدم هول شد زیر لب گفت نه, نه خانم زن لبخندی زد و گفت اشکال نداره دخترم بازم خدا رو شب کن نام زدم سرش رو انداخت پایین و پرسار چشماش گرد شد میدونستم اگه بفهمه بچه ای در کار نیست ما رو میندازه زندان تندی گفتم دو غلو داریم خانم یه دختر و یه پسر زن بیچاره از خوشحالی جیغ کشید و بهمون کلی تبریک گفت بله این بود نتیجه هوش و استعداد ذاتی بنده داستان جالب شارل شبمون ساخت مادم افم اخماش باز شد و از ته دل خندید حدود دو ماه از کارمون تو هتل ایکس میگذشت که یه مرتبه بوریس قیبش زد یه هفته بعد موقع برگشت تو خیابون دیدمش خیلی خوشحال بود با هیجان گفت هی رفیق دیگه از کار تو چایخونه راحت شدیم فردا هتل دوستم افتتاح میشه فقط یه کم خورده کاری داره که با هم انجامش میدیم امروز کت مخصوص پیشخدمتیمو از گرو در میارم با اینکه چشمم آب نمیخورد ولی قبول کردم فردا به هتل دوستم بوریس رفتم وقتی در رستوران رو باز کردیم منای خورده کاری رو فهمیدم. دکور ساختمون کمترین تغییری نکرده بود. صاحب هتل که پول کارگرها رو نداشت بوده ما رو آورده بود تا ده روز مجانی براش کار کنیم. میخواست با بیگاری کشیدن از ما رستوران رو سر و پا کنه. آشپز که زنی چاق و ساده دل بود وقتی دید که هنوز برق و گاز وصل نشده گریه کنون رفت بیرون. بریس خوشحال بود و به من امیدواری میداد. صاحب رستورانم مدام می اومد و به ما سر میزد. اما وقتی طلب پول می کردیم یه میزد می با این حال رفتار معدبانش اجازه نمیداد باش دعوا کنیم. غیر از من و بوریس یه جوان هر و عینکی هم به عنوان پیشخدمت دوم استخدام شده بود. جوان اهل مجارستان بود. می گفتانه انصرافی پزشکیه. تلاش میکرد ما رو با افکارش آشنا کنه. جول عقاید کمونیستی داشت. معتقد بود از هر فرصتی باید استفاده کرد و زیر کار در رفت. خاطرات و تجربیاتش در این زمینه رو در اختیار ما گذاشت. اما نه من نه باریز حرفاش جدی نمی گرفتیم. خوب می تا اوضاع درست نشه باید گرسنگی بکشیم. هر روز چند طلبکار دوربر ساختمون می که ما وظیفه داشتیم طلبکارا رو دنبال نخود سیاه بفرستیم تا دستشون به صاحب نرسه. به خودم لعنت میفرستادم که چرا گول روسا رو خوردم و از کار تو هتل ایکس دست کشیدم پولی برای خرید غذا نداشتم اجاره هتلم عقب افتاده بود هوای سرد از نگاه های مادم اف قابل بود تصمیم گرفتم شب و توی پارک بخوابم گفتم شاید تا صبح معجزه ای بشه بنابراین ناامید نشدم اتفاقا صبح معجزه رخ داد صاحب هتل با طلبکارا زد کرد و با کلی پول به رستوران اومد من و بوریس با اولین پیش پرداختی که گرفتیم دیلی از ازا در بردیم صاحب رستوران هم خیلی زود وسایل مورد نیاز و با کمترین مرغوبیت و نازلترین قیمت خرید چندتایی هم کارگر استخدام کرد تا تغییر دکوراسیون سریعتر پیش بره من و بوریس سخت مشغول بودیم جونم مثل همیشه از زیر کار در میرفت کمی بعد متوجه شدیم کم و کسری زیاده مثلا دستمان برای خوش کردن ظروف نو نداشتیم مجبور بودیم از روبارشی دربون استفاده کنیم چون قبل و تابه به اندازه پخت غذا برای ده نفر خریداری شده بود نه پنجاه نفر آخر شب به مترو نرسیدیم کف رستوران خوابمون بود صبح وقت چش باز کردیم اولین چیزی که دیدیم دو تا موش گنده روی میز بود موشا مشغول جویدن های باقی مونده از دیشب بودند به نظرم نشونه خوبی نبود دیگه مطمئن شدم این هتل پا نخواهد گرفت. پادوی آشپزخونه شدم. اسمش به شغلش می اومد. پادوی کامل. خریدای روزانه با من بود. کمک آشپزم بودم. شستن کف آشپزخونه و ظرفام وظیفه اصلی من بود. باید سفارشاتم از پیش میگرفتم می گرفتم و میدادم به آشپزخونه. آماده کردن غذای کارکنا و قهوه میان وعده به عهده من بود. از هفت صبح تا دوازده شب بدون لحظه استراحت کار میکردم تازه فهم بدم کار تو هتل ایکس مثل تعطیلات بوده و خصوص که برای این همه کار همون مای پونصد فرانکو میگرفتم رستوران ما از اون رستوران های ارزون نبود تزینات و نورپردازی خاص هتل های روسی هم اونجا رو به مکانی مجلل و شیک تبدیل کرده بود به واسطه روس بودن اسار هتل و سرخدمتکار رستوران پاتوق روسای عالی رتبه پناهنده بود. با این حال آشپزخونه بیشتر شکل زبال دونی بود. اتاق کوچیک و نیمه تاریک که نصف فضاش و سه تا اجاق گاز گرفته بود. دیواراش پر از قابلمه بود. فقط یه سطل آشغال کوچیک داشت که ظهر نشده پر میشد. کف آشپزخونه از خورده برنج و تکه های کاهو و چربی پر بود. اگه حواسمون رو جمع نمیکردیم، سر می, کردیم، می و کار دست خودمون می دادیم. خبری از انبار برای نگهداری مواد غذایی نبود در عوض یه اتاق چوبی وسط حیات ساخته بودند که گوشت و سبزیجات اضافی رو اونجا نگه می داشتن. موشا و گربه ها قبل از مهمونی ها از خجالت خوراکی ها در می اومدن. آب گرم هم نداشتیم اجاق خالی هم برای گرم کردن آب نبود باید ظرفا رو باب سرد می شستم چربی و مجبور بودم با قاشق از روی ظرفا پاکشون کنم ماهی هم کم بود باید مرتب می تا تمیز بشن ماهی ها مسی بودن برای شستن هر کدوم باید یک ساعت وقت تلف می خیلی زود دستمال همون کشید پول نداشتیم دستمال تمیز از خوششویی تحویل بگیریم کمی بعد بازرس که ما رو زیر نظر گرفته بودن فهمیدن کارمند فرانسوی نداریم دست آخرم رئیس رستوران سیبلشون رو چرف کرد تا دست از سرمون وردارم ما به عقضی فروشی و خاربار فروشی ها بودیم از پولم خبری نبود یعنی پولی نبود که بتونیم بهشون بدیم تو این شرایط از من و آشپز انتظار داشتن روزی سی تا چه پرس غذا آماده کنیم بعد از یک هفته این تعداد به صد پرس هم رسید کار خیلی به فشار می آورد روزی 17 ساعت بدون استراحت کار می‌کردیم. کردیم فقط بعضی اوقات روی سخت زبانی می شستیم تا نفسی تازه کنیم. بوریس از منم بیشتر کار میکرد. اون از هشت صبح تا دو نیم شب مشغول بود. هشته ساعت کار اونم هفت روز هفته. زندگیم وحشتناک شده بود. صبح ساعت شیش به زور خودم از رخت خواب میکشدم بیرون با دست و صورت نشسته و لباس کسیف راهی مترو میشدم. رس ساعت هفت تو آشپزخونه کسیف هتل بودم. زمین پر از پوست سیب زمینی و دوم ماهی بود. ظرفای کسیفم تو سینک تلمبار شده بود. قبل از هر کاری باید قهوه درست میکردم. ساعت هشت که بقیه کارکنا میرسیدن، توقع قهوه صبحگاهیشون از من داشتن. وقتی مشغول شستن ظرفا بودم آشپز صدام میکرد. کرد. میخواست پیازا رو پوست بگیرم. همون موقع صاحب رستوران سفارش خرید کلم میداد. بین راه باید برای زن صاحب رستورانم لوازم آرایش می بعد از کلی کار به آشپزخونه برمیگشتم و دوباره مشغول شستن زرفای دیشب می شدم ساعت ده خدمتکارا توقع نهار داشتن. ساعت یازده زمان پذیرش مشتری بود. قبلش باید شکم کارکنا رو سید میکردیم. تا قبل از ظهر همه سعی میکردن آرامش خودشون حفظ کنن. آشپزام روحیه هنریشون رو به نمایش میذاشتن. اشعار تولس زیر لب زمزمه میکردن. اما با پیدا شدن سر اولین مشتری همه عجول و بدخلق شدن بشقاب های کسیف روی زمین میموندن خورده فرمایش های احمقانه آشپز مثل مته تو مغزم فرو میرفت بدتر اینکه فوش هم چاشنی دستوراتش بود تا ساعت دو وز به همین منوال میگذشت در همین ساعت آشپز دچار حمله عصبی میشد سرش رو میز میذاشت و های های گریه میکرد ساعت سه تا پنج وقت استراحت خدمتکارا بود البته در این زمان هم اوضاع آشپزخونه همچنان شلوغ بود من تو ساعت استراحت با نهایت سرعت ظرفا رو میشستم آشپزم مشهور بود غذای شما آماده کنه ساعت پنج من و آشپز از فرط خستگی روی زمین میافتادیم تنها چیزی که سر پا نگرمون می داشت خوردن پشت سر همه چای بود ساعت پنج و نیم کار آماده کردن شام شروع می شد دوباره روز از نو و روزی از نو رأس ساعت نه شب آشپز دو حمله عصبی شدید دیگه داشت. انقدر که سرش روی سطل آشغال میذاشت و به خودش و زندگیش لعنت میفرستد. دست آخرم قسم میخورد که از فردا نیاد سر کار. اگه در حالت عادی بود دلمون براش میسوخ. اما تو اون شلوغی و هرج و مرج گریهاش بیشتر عصبیمون میکرد. جول که مثل همیشه از زیر کار در میرفت دم در آشپزخونه میستد و ادای آشپزها رو در می و عصبانیت به جل نگاه میکردم دوست داشتم خرخرش به جبن. دقدقه اصلی بوریس هم گیراوردن انعام بیشتر بود صادقانه بگم تنها کسی که رفتار محترمانه داشت رئیس رستوران بود اون کاری جز ایستادن پشت پیشکون و خوش به مشتری ها نداشت هر روز تا ساعت دوازه و نیم شب بیوقفه کار میکردم بعد از اون کت و شلوار کسیفم میپوشیدم و از رستوران میزدم بیرون هر شب صاحب رستوران می میگرفت و محترمانه میگفت آقای عزیز ممنون از زحماتی که کشیدین لطفا منت بذارین و این نوشیدنی رو از من قبول کنین به خط جملهش رو میگفت می که فکر میکردم اگه پیشنهادش رو قبول نکنم توهین بزرگی بهش کردم نوشیدنیم و یه زرد میرفتم بالا و بعدش بدون معطلی میزدم بیرون تا به آخرین مترو برسم اگه لحظه دیر میکردم مجبور بودم شب روی زمین تو رستوران بخوابم بعد از دو هفته اوضاع به هم ریخته تر شد. کم کم رستورانمون معروف و, و مشتری ها بیشتر شدن. باید اتاقی نزدیک رستوران میگرفتم تا تو, تو وقت صرف جویی کنم. اما نه فرصت گشتن دنبال جای جدیدی رو داشتم نه زمانی برای اسباب کشی. در بین همه شلوغیا ساعت خالی پیدا کردم و به یکی از دوستام تو لندن نامه نوشتم و ازش خواستم هر چه زودتر کاری برام تو لندن پیدا کنه. خواستم از این جهنم خودم رو خلاص کنم. فشار کار زیاد باعث ضعف به همه به غیر از ژول شده بود. من و آشپز مرتب به پرپای هم دیگه می پیشیدیم. مشکلاتمون حقیر و پیش و پا افتاده بود. مثل دعوا سر جای سلط آشغال و ریختن پوست پیاز روی زمین. بعد از چند روز همه با هم قهر کردیم. من با آشپز ژول، ژول با بوریس و بوریس با دربان. من و بوریس هم با هم سرسنگین شده بودیم. این وسط ژول هر روز تنبلتر میشد مدام غذا کش میرفت و سعی میکرد همه جا رو کثیف کنه انگار دیدن کثیفی براش لذت بخش بود معتقد بود مشتریای ثروتمند لیاقت تمیزی ندارن رفت آمد موشا و سوسکا به آشپزخانه هم آزادانه شده بود عجیب این بود که رستوران با وجود تمام مشکلات هر روز مشهورتر از قبل میشد تا جایی که نشونه های خوب بودن رستوران پدیدار شد حضور اولین مشتری فرانسوی اون شب همه رو هیجان زده کرد. سعی می کردن قصه ها و از سفارش های مرد فرانسوی رو با بهترین شکل ممکن آماده کنن. البته موفقم شدن. چون چند شب بعد مرد فرانسوی دوستاش هم همراهش آورد. به این ترتیب رستوران وارد مرحله جدید از شهرت و موفقیت شد. من نمیدونم شاید با میارای پاریسی رستوران ما رستورانی موفق بود. حدود ده روز بعد دوست لندنی جواب ناممو داد. برام کار پیدا کرده بود پرستاری از یک معلول نی. خیلی خوشحال شدم انگار داشتم رو ابرا را میرفتم خودم با تو گرم و نرم تصور میکردم به نظرم پرستاری از یک معلول ذهنی کار آسونی بود در مقابل 17 ساعت کار بی وقفه تو آشپزخونه نمور پاریس این کار تفریح بود دوستم از روی لطف برام کمی پولم فرستاده بود میخواست لباسامو از گرو در بیارم و بلیت بازگشت به لندن رو بخرم پس نباید معطل میکردم تا نامر خوندم استعفا دادم صاحب رستوران مثل همیشه شرمنده بود چون پول کافی برای تسویه حسابم نداشت سی فرانک از حقوقم پیشش موند حالا که به اون روزا فکر میکنم میبینم ظرفی یه نوع بردهداری مدرنه پول داره از اینکه فقرا در آسایش باشن میترسن از صرف دیگه مجبورن کاری بکنن تا کسی بتونه مخارج خودشو تأمین بکنه ظرفشویی یا هر نوع کار دیگه به انسان فقیر یه قدری قدرت می‌بخشه که ذهنش از کار نیافته ذهن تعطیل توان اعتراض نداره این وسط تحصیل کرده ها و مدعیان روشنفکری هم به کمک پولدارامیان میان و با نظریات علمیشون به استثمار بیشتر فقرا کمک میکنن اونا تای ذهنشون معتقدن آزادی فقرا باعث اسارت پولدارا و تحصیل کرده ها میشه به محض اینکه از هتل اومدم بیرون خودم و به تخت خوابم رسوندم و 24 ساعت تمام خوابیدم وقتی بیدار شدم بعد از دو هفته فرصت داشتم دندونامو بشورم و هموم کنم و به سر و وزم برسم لباس ما از گرو در و با بهترین کت و شلوارم به هتل رفتم میخواستم با بوریس و همکاران سابقم خداحافظی کنم نشستم و سفارش دادم حس عجیبیه مشتری رستورانی باشی که زمانی بردش بودی بوریس از دستم ناراحت بود میگفت درست زمانی که در آستانه پیشرفت بودم از کار دست کشیدم هنوزم با هم در ارتباطیم خبر دارم درآمدش خوب شده و انعامش تا روزی 100 فرانک هم میرسه در زم تازگیام هم نامزد کرده و نامزدش هم خیلی دوست داره من تصمیم گرفتم بدون دقدقه یک روز تو محله بگردم و از همه خداحافظی کنم این فرصتی شد تا شارل داستان مرگ دوست خصیصش رو برام تعریف کنه میدونستم مثل همیشه اغراق میکنه اما دوست داشتم در آخرین روزهای زندگیم تو پاریس پای صحبتش بشینم شار با هیجان از پیرمند خسیس و پولداری گفت که مثل گداها زندگی میکرده و شلوارش از گونی بود و لباس زیرش روزنامه باطله قبل از اینکه به پاریس بیام پیرمرد مرده بود اما داستان مرگش هم جالب بود گویا سرکلی جوون یهودی تو محل پیدا شده بود شارل میگفت کارش قاچاق کوکائین به انگلیسه کاری که به نظر ساده می اومد. اون توسط یه جوون لهستانی با پیرمرد خسیس آشنا میشه جوان لهستانی و شعار میخواستن پیرمرد رو راضی کنن تا بیاد تو کاری قاچاق سرمایه گذاری کنه کار ساده ای نبود بیشتر از دو هفته رفت و آمد کردن به پای پیرمرد افتادن قسم خوردن مشکلی براش پیش نمیاد و پولدارتر میشه پیرمرد از یه طرف تمع دیوانش کرده بود و از طرف دیگه دلش نمیومد پول بی زبون و از اون دوتا جوان نگیره و از دست بده اما دست آخر کم میاره و بالاخره تسلیم میشه پولو به اون یهودی دادن و بستایی کاکاین هم خیلی زود به دستشون رسید. جوان یهودی هم خودشو گم و گور کرد. چند روز بعد پلیس ها میدیزن تو هتل مثل این که یه خبرچین جریانو بهشون اطلاع داده بوده. جوان لهستانی گیج میشه. پیرمرد نمیدونه چیکار کنه. نه دلش میاد بسته ها رو از پنجره بندازه بیرون و نه دوست داره زندانی بشه. آخر سر یه فکری به ذهن هر دوشون میرسه. کوکاینا رو تو جعبه های پودر آرایشی میریزن و خیلی طبیعی میزدن روی میز. پلیسا اتاق پیرمرد و جوان لهستانی رو با دقت بازرسی میکنن ولی وقتی میخوام برن بیرون چشمشون به پودرا میفته جوان لهستانی سعی کرد خودش رو خونسر جلوه بده اما دستپاچگی پیرمرد خسیس پلیس رو به شک میندازه پیرمرد و جوان بازداشت میشن میگن پیرمرد انقدر التماس میکنه و به خودش بد و بیرا میگه که پلیسا خندشون میگیره وقتی بسته می می ها رو به آزمایشگاه میبرن و میفهمن همه چیز تقلبیه هر چند جوان لهستانی در ازای پول پودر آرایشی رو تحویل داده بوده ولی خوشحال بود که گرفتار نشده اما پیرمرد خسیس از غم اینکه پولش به همین راحتی به فنا رفته سکته کرد شارل معتقد وقتی قلب آدم بشکنه لحظه زنده نمی‌مونه. پیرمردم قلب شکست و در جا مرد با قطار در جسه راهی لندن شدم در طول سفر با زوجی جوون اهل رومانی آشنا شدم برای ماه هسل به انگلیس می اومدن. مدام از من در مورد انگلیس می پرسیدم. حالا که قدر وطن رو می توصیفاتم از کشورم اقراغامیز بود بعد از گذروندن زندگی سختم در پاریس انگلیس برام بهشت برین بود براشون از معماری اسید و زیبای انگلستان گفتم بهشون قول دادم خاطر ترین سفر عمرشون رو تجربه میکنن البته دروغم نگفتم نعمت های زیبای انگلیس با پول کافی توی مشتت بود. قایقمون که به اسکله تیلبوری رسید، ساختمونی با نمای گچ و سنگ به ساحل دهن می کرد. زوج رومانیایی چیزی نگفتن. با اشتیاق من توضیح دادم بقیه ساختمون انقدر بدقواره نیستن. مطمئنم این ساختمون رو پاریسی ساختن. بازم از انگلیس تعریف کردم. وقتی قطار از زاقه های اطراف انگلستان رد می شد، از تمجید کشورم دست نکشیدم خیلی خوشحال بودم هر چی باشه به مملکت خودم برگشته بودم یه راست به دفتر دوستم رفتم اما این جمله روی سرم آوار شد سلام رفیق متاسفم مثل که کارفرماهات رفتن خارج مریضشونم هم بردن البته نگران نباش تا یه ماه دیگه برمیگردن تا اون موقع تو میتونی صبر کنی مگه نه به اون که حرفی بزنم به خیابون اومدم به فکرم خطور نکرد از دوستم پول قرض کنم مجبور بودم تا یه ماه گشنگی بکشم مدتی تو خیابون پرسه زدم تا آروم بشم من لندن خوب بلد نبودم نمیدونستم از کجا جای خواب ارزون پیدا کنم به هتل رفتم و نصف پول تهیجیبم و بابت کرایه اتاق دادم تا صبح دو تا چهار تا کردم تجربه نشون داده بود نباید بهترین کت و شلوارم و گرو بزرم. این شد که صبح اول وقت تمام وسایلم غیر از کت و شلوارم و به امانت به ایستگاه قطار سپردم با لباسی که برام باقی مونده بود به محله فقیرنشین نشین شهر رفتم مطمئن بودم میشه لباسامو با چند از لباس کهنه عوض کنم شایدم یه پولی دستم میگرفت به هر حال وارد مغازه دست دوم فروشی شدم جوون موبوری پشت پیشکونی ایستاده بود با تحقیر لباسامو لمس کرد و گفت جنسش تعریفی نداره اما باشه ورش میدانم خب در عوضش چی میخوای؟ من آروم گفتم چند که لباس کهنه یه مقداری پول جوان سرت داد و رفت چند لحظه بعد با چند که لباس کهنه و کسی برگشت چند سکم روی میز پرد کرد میدونستم اگه اعتراض کنم همینم هم نصیبم نمیشه تو اتاق پشتی لباسمو عوض کردم ظرف چند دقیقه تبدیل به کارتون خوابی آجز شده بودم لباس فقط کهنه نبودن انگار چرک عمیق روشون ماسیده بود و روی خاک میدادم حرفی نزدم و از مغازه اومدم بیرون اون روز فهمیدم لباس چقدر رو شخصیت و موقعیت اجتماعی آدم ها تاثیر میذاره ترس عمیق تمام وجودم رو فرا گرفته بود با گذشتن هر ماشین پلیسی نگران میشدم که به جرم ولگردی دستگیر بشم متوجه شدم وقتی زنی از کنارم عبور میکنه خودش رو جمع وجور میکنه تا با من برخورد نکنه انگار از کنار گربه مرده داره رد میشه. تا ساعت یازده شب داشتم تو خیابونو ول میگشتم. جای خواب پیدا نکرده بودم. ناگهان چشمم به مرد افتاد که لباسش شبیه لباس های خودم بود. جلو رفتم گفتم داداش تو جایی رو میشناسی تخت ارزون که رای بده؟ من جای خواب ندارم. سر تکون داد و گفت آره سختونه اون ور نگاه کن. همون که بالش نوشته جای خواب مناسب. برو اونجا هم ارزونه هم تمیز. خیلی خسته بودم. خودم به اون ساختمون رسوندم. جای درب و داغون و قدیمی بود. پسر بچه با چشمای خابالوت جلو اومد و خمیازی کشید و گفت اگه تخت میخوایی یه چوق رد کن بیاد. من یه سکه کف دستش گذاشتم و دنبالش را افتادم. از پله ها بالا رفتیم. به اتاق تاریکی رسیدم. بوی گند و کسافت همه جا رو پر کرده بود. پنجره ها بسته بودن. احساس خفگی بهم دست داد. اتاق کوچیک بود و ارتفاعش کم. شش نفر روی تختاشون خوابیده بودن منم تو سکوت روی اولین تخت دراز کشیدم تخت که چه از کنم که کچوبی سفت بود با استوانه محکم به اسم بالش گوشه ای از اتاق مرد هر چند دقیقه یک بار بنام می شد و صرفهای شدیدی میکرد. کرد مسجر دیگه مدام کابوس میدید و توی خواب بد و بیرا می گفت. یکی دیگه هم مشکل کلگه داشت هر نیم ساعت یه بار خودشو راحت می کرد انقدر سر و صدا و کسوی زیاد بود که یک ساعت هم خوابم نبرد هوا که روشن شد خودم رو به روشوی رسوندم میخواستم زودتر آبی به سر و صورتم بزنم و از ساختمون بیام بیرون اوضاع روشویی بدتر از اتاقا بود کف زمین پر از چرک قلیز و چسمناک بود حالم به هم خورد بدون اینکه صورتم رو بشورم از اونجا اومدم بیرون رفتم تو هوای آزاد از روی رودخونه رد شدم خودم رو به کافه رسوندم هرشان کافه خیلی معمولی بود اما بعد از زندگی در پاریس با کافه های دلبازش دیدن چنین مکان کوچیک و خفه برام خیلی عجیب بود نگاهی به اطراف کردم پشت نیمکت ها بلند بود انگار از دویست سال قبل تغییرش نداده بودن کارگرا غذاشون رو لای روزنامه گذاشته بودن و میخوردن یه مرد یهودی گوشه نشسته بود با عذاب وجدان ژامبون سخت میزد منوی رستوران با صابون روی آینه نوشته شده بود دختر نوجوان جلو اومد و که سفارش بگیره آروم گفتم لطفا یه لیوان چای و مقداری نون و کره دختر با تعجب گفت ما که کره نداریم فقط مارگارین هست بعدم با جدیت گفت پس سفارش شما میشه یه لیوان چای بزرگ و دو که نون و مارگارین درسته؟ به طرف شرق شهر رفتم شبا تو مسافرخونه پنیفیلدز گذروندم اوزاش بهتر از مسافرخونه قبلی بود اما اجارش هم کمی گرونتر بود. طبقه پایین آشپزخونه مشترک مستجر بود. مراقبت از آتیش جارو کردن آشپزخونه و مرتب کردن تخت خواب خودمونم نوبتی انجام می شد. یکی از های با سابقم هم اوزا رو رد و فتخ می کرد. من آشپزخونه رو دوست داشتم. هواش گرم و خواباور بود. بند رختی بالای آشپزخونه بود که برای خشک کردن لباس ها ازش استفاده میکردیم مستجرها بدون لباس توی آشپزخونه میچرخیدن و منتظر میموندن تا لباساشون خوش بشه که دوباره بپوشن. رابطه بین مسافرها خوب بود. انگار تو قانونی نانوشته همه خودشون رو موظف میدیدن که با بیکاره ها و بیپولا درست رفتار کنن و اونا رو سیر کنن. موقع غذا هر که هر چیزی داشت وسط میذاشت و اجازه میداد بقیه هم از غذاش بخورن و سیر بشن. تو مسافرخونه پنیفیلدز با آدمای عجیبی آشنا شدم. مرد جوانی بود که یه بیماری لاعلاش داشت. روزه آخر عمرش رو داشت سفری میکرد. پیرمرد از کار ای بود که با کمک دیگران زنده بود. پیرمرد شکایتی نمیگرد. از زندگیش راضی بود. اما بیکاری و سوء تغذیه تو شهر آزارم میداد. تنها خوراکی رایجی که کارگران رو سر پا نگه می همون چای و مارگارین بود. وقتی تو شهر لندن قدم میزدی فکر میکردی وارد بنگاه کاریابی بزرگی شدی. کم کم پولم ته کشید فقط سه سکه برام باقی مونده بود مجبور شدم به مسافرخونه ارزونتری تو همون محله که اسمش بو بود برم جای نمور و کثیف بو گند همه جا رو گرفته بود نصف شب مرد مستی اومد نزدیک تختم و بالا آورد رژه ساسا من و یاد و مسافرخونه تو پاریس مینداخت اما چیکار میکردم جیبم اجازه خوابیدن تو جای بهتری رو بهم نمیداد صبح بعد از خوردن صبحونه و خرید توتون فقط یه سکه برام باقی مونده بود غرورم اجازه نمیداد از دوستم پول قرض بگیرم بنابراین مجبور شدم دل به دریا بزنم و به اقامتگاه عمومی برم بعد از یه پیاده روی طولانی ساعت چهار بعد از ظهر به محله اقامتگاه های عمومی رسیدم پیرمردی از در رفته رو دیدم که قیافش داد میزد کارتون خوابه کنارش نشستم جعبه توتونم و متعارفش کردم ناگهان چشماش برقی زد و گفت یا ایسا مسی این توتون احلا از کجا وردی؟ تازه خیابون گرد شدی نه؟ من سلام تکون دادم و با تحجیب گفتم و شما تو خیابون توتون نداریم؟ و تمسخر گفت چرا نداریم؟ خوبش هم داریم نگاه کن؟ بعدش پیرمرد در جعبه کوچکی رو باز کرد مشتی تاسیگار نشونم داد و گفت همشون توتونن مگه نه؟ اگه حواست رو جمع کنی و سر باشی کلی توتون کف خیابون پیدا میکنیم لبخند زدم. نمیخواستم فکر کنم مثل خودش کارتون خوابم. تو مورد اقامتگاه ازش سوال پرسیدم. اقامتگاه و میشناخ. انگار مدت زیادی اونجا بوده. بعدش گفت اقامتگاه خوبیه. از بقیهشون بهتره. با تعجب پرسیدم مگه بقیهشون چجوری هست؟ کسیف روزی یک کاس آبجوش و بلغورم بهت میدن تا شکمت رو سیر کنیم. یه دو ساعتی با اون مرد گپ زدم. فهمیدم اهل ایرلنده. مجموعه از انوار بیماری ها رو داشت با این حال 15 سال تو خیابون دوم آورده بود مرد ایرلندی بعد از شکایت از زندگیش گفت چای مجانی میخوری؟ یه ساعت مونده اقامتگاه باز بشه سر تکون دادم پیرمرد از جاش بلند شد بعد از بلند شدن گفت دنبالم بیا همین از چای بیسکویت مجانی میدن البته مجبورم در ازاش کلی دعا بخونم اما به سفیر شدن شکمت میارزه وقتت هم میگذره و تا ساعت شیش که اقامتگاه باز بشه حوصلت سر نمیره دنبالش را افتادم به اتاقه که تو خیابونی فرعی رسیدیم حدود سی کارتون خواب دیگم پشت در منتظر بودن ظاهر آبرومندی داشتن شبیه کارگرایی بودن که زمانی سر و خوب بوده اما بعد از چند دقیقه در باز شد زنی با لباس ابریشمی و صلیبی تو گردن به داخل هدایتمون کرد دور تا دور اتاق صندلی چیده بودند تو سکوت روی سندلی ها نشستیم معذب بودیم باید کلاهمون رو بر داشتیم برای یک کارتون خواب برداشتن کلاه مثل لخ شدنه سرمون پایین بود با چای بیسکویت پذیرایی شدیم تو همون حال زنی که دعوتمون کرده بود بین سندلی داشت راه می رفت و از تاثیر دعا می گفت مجبور بودیم زیر لب چیزایی رو زمزمه کنیم تا فکر کنه که حرفاش رومون تاثیر گذاشته. وقتی چای و بیسکویت همون تموم شد نوبت برگزاری مراسم دعا شد مطمئن بودم همه دنبال یه راهی برای فرارن اما نگاه های زن باعث شد سر جامون بشینیم و ادای دعا کردن در بیاریم بعد از نیم ساعت مراسم آواز و مذهبی از جامون بلند شدیم و از کلیسا زدیم بیرون یکی گفت بالاخره تموم شد خدا رو شکر اون یکی گفت خب چای و بیسکویت هم مفتی خوردی باید قیمتش هم بدی دیگه تو این دنیا هیچی مفت به دست نمیاد من سرم و به نشونه تایید تکون دادم. از انصاف نگذاریم چای خوبی بود. انرژی رو برای ادامه خیابونگردی بیشتر کرد. ساعت یک رو به شیش به اقامتگاه رسیدم. تجمع عجیبی از کارتون خوابا جلوی در بود. چهره بعضی ها داد میزد متاد و ولگردان بعضی هم کارگرای بیکارن که از کارخونه جات اخراج شدن. از چهره به جای شرارت مهربونی میبارید. من به دیوار تکه زدم. آمار اقامتگاه های مختلف رو به هم دیگه داشتن توضیح میدادن. تازه فهمیدم اقامتگاه های لندن هر کدوم چه ویژه خاصی دارن. تو یکی سیگار کشیدن آزاد بود ولی اون یکی تمیسر بود. اما همگی اتفاق نظر داشتن چلسی مجللترین لونه یا همون اقامتگاه در انگلستانه. قانون کشور انگلستان اجازه نمیداد یه کارتون بیشتر از یک شب در ماه تو اقامتگاهی باشه. برای همین خیابونگردا همیشه در حال نقل و مکان از جایی به جای دیگه بودند حتی گاهی از یک شهر به شهر دیگه هم میرفتند تا گرفتار پلیس نشند. به نظرم قانون اشتباهی بود میشد مدت طولانی خیابونگردا رو توی یه لونه اقامت داد و در قبلش ازشون کار خواست اینطوری و بالای گردن دولت هم نبوده باید مسیر رفت آمد و شغلمون رو گزارش میدادیم من گفتم نقاشم خیلی هم دروغ نگفتم چون وقتی بچه بودم با آبرنگ دفترچم خط خطی میکردم. در زم بررسی هم میکردن تا ببینن پولی همرات هست یا نه. اگه بیشتر از هشت پنی داشتیم اجازه موندن تو اقامتگاه رو نمیدادن. کمتر از اونم باید به نگهبان تحویل میدادیم. همه گی به اتفاق گفتیم پولی همرامون نیست. همون مقدار خیلی کم و طوری مخفی کردیم که نگهبان نتونه پیداش کنه. بعد از ثبت نام نگهبان بد اخلاق و قلشماق لونه ما رو مثل گله گوسفند هل داد به داخل ساختمون. لونه از یه همون دستشویی و یه راهروی بزرگ تشکیل شده بود. دو طرف راهرو را پر از سلولهای کوچیک بود. بوی صابون و مواد ضد عفونی کننده حالمو خراب کرد. دیوارها با شلختگی تمام سیمان شده بودند. به نظرم شبیه ترین مکان به زندان همین اقامتگاه ها بودند. ما رو به صف کردن. 6 تا 6 تا تا به همون بریم. قبل از اون باید بازرسی بدنی می شدیم. ورود تتون ممنوع بود. تجربه دارم میگفتن بازرسا از زانو به پایینو نمیگردن برای همین چکمه مخفیگاه توتونا شده بود همم هم کردن حالمو بدتر کرد یه جای کوچیک و خفه حدود پنجاه مرد کسیف مشغول شستشو بودن فقط دو تا وان وجود داشت بوی بد پای کسیف تویوان وان حال آدمو به هم میزد با اینکه بیشتر کارتون خوابا داغی آب و بهونه کردن و درست و حسابی خودشون رو نشستن وانا کثافت خالی بودن. درمون با عصبانیت روبروی در ایستاده بود مواظب بود کسی وقت تلف نکنه وقتی نوبت حمام کردن من شد خواهش کردم اجازه بده اول وانو بشورم ولی با عصبانیت بهم گفت خفه شو برو خودتو و گربه شور کن و بیا بیرون فهمیدم جای چونه زدن نیست کارمو تندی انجام دادم و اومدم بیرون دربون لباسامونو گرفت و به جاش لباس کارگری کسیف و کوتاهی بهمون داد بعدش بدون معطلی به سلولامون منتقل شدیم. سلولا دو نفره بودن با ابعادی سه در دو و ارتفاع کمتر از سه متر. بالای دیوارام پنجره کوچکی بود. تو اتاق شش تا پتو، یه لگن و یه لوله آب گرم وجود داشت. با تعجب به دورور نگاه کردم، حس کردم چیزی کمه. یهو با تعجب گفتم: "پس تختش کو؟" اما اتاقیم که مردی تمیز و کمی لوچ بود پوزخندی زد و گفت تو چی فکر کردی؟ به اینجا میگن لونه باید روی زمین بخوابی از تخمخت خبر نیست من حرفی نزدم کتامون رو لوله کردیم و گذاشتیم زیر سرمون فقط نیم متر بینمون فاصله بود از هر طرف که میچرخیدم کمر درد میگرفتم نازکی پتوها حریف صرف بودن زمین نمیشد به ناچار نصف شب بیدار شدم همسلولیم هم, هم, هم همینطور تا صبح با هم حرف زدیم و سیگار کشیدیم فهمیدم که یه تعمیرکار بوده و سه سالی میشه که بیکار شده ساعت هشت صبح درمون در را رو باز کرد من رفتم هموم تا صورتم بشورم اما کف سیاه روی آب حالم رو به هم زد و این باعث شد که از این کار محصرف بشم صبحونه مثل شام شب شیر کاکاو و دو تیکه نون و با مارگارین بود بعد از صبحونه باید به حیات میرفتیم قرار بود دکتر بیاد و ما رو ماینه کنه باید لباسامون رو در می آوردیم تا دکتر مطمئن بشه که آبله نداریم. صفحه برهنه کارتون خوابا رو که کنار حیات دیدم حالم خیلی دگرگون شد. از وارفته، پشتای خمید و شکمایی به کمر چسبیده، این آدم سوء تغذیه دارن. نگاه هم به هم اتاق مفتاد، بدنش پر از تاول بود. ترسیدم آبله داشته باشه، اما دکتر تشخیص داده بود که از سوء تغذیه این شکلی شده. بعد از ماینه درمون اسممون رو خوند وسایلی رو که موقع ورود گرفته بودن همه رو به من تحویل دادن کپونای قزام ظهر بینمون تقسیم شد کپن مخصوص کافه‌ای که اون سر شهر بود شیش پنی میارزید دروازه باز شد و هر کدوممون به سمتی رفتیم از شانس خوبم هم یه همراه داشتم سر صف ماینه با کارتون ایرلندی به اسم پدی جکس دوست شدم مردی افسرده اما محترم و تمیز بود مقصد بعدیش اقامتگاه ادبری بود محله که در حومه شهر لندن قرار داشت با هم رفتیم اونجا تا حوصلمون سر نره پس راه افتادیم حدود ساعت سه بعد از ظهر بعد از کلی پیاده روی به کافه رسیدیم که کپونامون رو قبول کرد دختر بچه که سفارش رو میگرفت با دیدن کوپونا فهمید کارتون خوابیم بعد جوری با تحقیر بهمون نگاه کرد بعد از یه مدت طولانی دو تا چایی و چهار تیکه و یه تیکه روغن روی میز پرت کرد بعدا فهمیدم کافی داره روی هر کپون دو پنی بالا میکشند. پدی هر چقدرم که به خودش میرسید بازم از دور داد میزد که کارتون خوابه. مثل کارتون خوابا لق لق کنان و با شنهای افتاده را میرفت همیشه سرش پایین بود تا تحصیبار رو شکار کنه. پدی جرأت خلاف نداشت. تو مسیر ادبری یه شیشه شیر مقابل خونه افتاده بود رو زمین. معلوم بود وسوسه شده بود که اون شیشه شیر رو بدوزه ولی جرأت نکرد به خودش بد و بیرا میگفت آخر سرم گفت بیا بریم رفیق کسی از دزدی خیری ندیده من علی خلاف نیستم بلافاصله فهمیدم ترس و بزدلیش از گرسنگیه اگه فقط یه هفته غذای درست حسابی میخورد شجاع میشد اون وقت جرأت کار خلاف رو پیدا میکرد پدی مدام با لحجه ایرلندی زیر لب قرقر میکرد اینکه دو سال از کارتون خوابیش میگذشت ولی هنوز عادت نکرده بود به زمین و زمان بد و بیرا میگفت همه رو مقصر بدبختیش میدونست فکر میکرد همه دست به دست هم دادن تا اون نتونه یه کار مناسب پیدا کنه همیشه نسبت به کسایی که کار داشتن احساس حسادت میکرد پدی به طرز وحشتناکی آدم نادونی بود از کتاب خوندن فرار میکرد حتی دوستن داشت لحظه پشت ویترینه یک کتاب فروشی بایسته روی چوب کبریتاش خیلی حساس بود با اینکه یه جعبه پر از کبریت داشت اما دو هفته که با هم بودیم ندیدم از اون چوب کبریت ها استفاده کنه در عوض منتظر می شد تا رهگذر سیگار دستش باشه و با آتیش سیگار اون سیگار خودش رو روشن کنه در کل تمام فکر ذکرش دلسوزی برای خودش و مرور بدبختی گذشته و در حال حاضرش بود با این حال مرد خوب و بخشنده بود تو راه ادبری به پدی گفتم دوستی دارم که میتونم ازش پول قرض کنم قرار شد یه شب در ادبری بمونم و روز بعدش به لندن بریم. تفاوت اقامتگاه ادبری با اقامتگاه قبلی این بود که اجازه ورود توتون نداشتیم. اما غذاش شبیه هم بود. فقط به جای شیرکاکا و چایی میدادن. وقت خروجم یه تیک نون بزرگ با پنیر برای نهارمون به عموم میدادن. پیاده به طرف لندن را افتادیم. وقتی به شهر رسیدیم هشت ساعت تا باز شدن مسافرخونه مونده بود. تو پاریس اگه نیمکت خالی پیدا نمیکردی میشد کنار پیاده رو بشینی اما تو لندن اگه میدیدی کنار پیاده رو نشستی پلیسا حسابتو میرسیدن ما مجبور شدیم پنج ساعت سر پا بیستیم خیلی گرسنه بودیم به دو کلیسا سر زدیم که بلکه چای و بیسکویت مجانی نصیبمون بشه اما هر دو بسته بودن نه تو کتابخانه عمومی جایی برای نشستن بود نه تو اسارتگاه کارگران رأس ساعت خودمون رو به یکی از پناهگاه‌های رستگاری رسوندیم با اینکه اجاره تختا از ساعت 8 شروع می شد، مسئولش اجازه داد به شرط خرید چایی زودتر وارد ساختمون بشیم سالن اصلی پناهگاه انبار بزرگی با دیواره سفیدکاری شده بود همه چیز مرتب و تمیز بود تحمل این همه تمیزی رو بعد از دیدن اون همه چرک و کسافت نداشتم مسئولان با لباس فرم قدم می‌زدند روی در و دیوار قوانین مختص پناهگاه درد شده بود. الکل قمار توف کردن و فهاشی ممنوع بود کسایی که میخواستن شب تو این پناهگاه بمونن باید قوانین رو رعایت میکردن پناهگاه یه جای خاص و ملولاور بود با این حال تمیز بودن محیط کارتون خوابایی که امیدشون رو از پیدا کردن کار ناامید نشده بود همه رو به اونجا کشوند در اینجا دست کم ظاهرشون رو حفظ میکردن رس ساعت ده شب یکی از نگهبانان تو سالن را افتاد و در سوتش دمید من با ترس از جان پریدم. پدی توضیح داد معناش اینه که هر چه زودتر برگردیم به تختامونو رو بگیریم بخوابیم. دویست نفر مثل گله گوسان حرکت کردند هر کدوم تو سکوت روی تخت خودشون خزیدن خوابگاه ما اتاق زیر شیروانی بود. تمیز و بزرگ با حدود هفتاد تخت. تختام راحت و مرتب بودن. تنها مشکلشون کم عرضی و فاصله یک وجبیشون بود. شیدمان و قوانین اقامتگاه رسکاری آدم و یاد پادگانهای نظامی مینداخت. تخت کناری من و پدی مختص پیرمردی روانپریش بود پیرمردی که هر چند دقیقه یک بار در خواب فریاد میشد. به لطف سر پیرمرد بیشتر از یک ساعت نتونستم بخوابم رس ساعت هفت سوت بیدار باش منو من و پدی رو خوردیم و اقامتگاه رو به مقصد دفتر دوستم ترک کردیم دوستم رو که دیدم با شرمندگی ازش خواستم مقداری پول بهم قرض بده دوستم که با وعده کار منو به لندن کشونده بود وقتی دید کارتون خواب شدم شرمنده شد دو پوند بهم قرض داد ازم قول گرفت هر وقت به پول احتیاج داشتم بازم برم پیش با دو پوندی که دست منو پدی بود برای یک هفته نگران جای خواب و غذا نبودیم با کمک پدی با مسافر های ارزون لندن آشنا شدم ویژگی هر کدومو برام توضیح داد بعضی خوب و مرتب بودن بعضی دیگه کثیف و به هم ریخته دوزی هم که بین همشون رایج بود. بوزو مرد قد و سیاه چهره بود. از دور یهودی به نظر می ماد. اما خودش انکار میکرد. با افتخار میگفت رومیه. از کارش برامون گفت و توضیح داد که برای نقاشی از گشت های رنگی و گرون قیمت استفاده میکنه. تخصصش هم کشیدنه کاریکاتور بود. چند باری هم به خاطر کشیدن کاریکاتورهای سیاسی و بودار از پلیس تذکر جدی گرفته بود اما چون درآمدش از بیکاری بهتر بود از کارش دست نکشیده بود بوزو نسبت به بقیه نقاشهای های پیاده رو خلاقیت بیشتری داشت برای همین مشتری های بوزو برای دیدن کاراش میمادن بار سرش رو صف میکشیدن به نظرم آدم جالبی بود با اینکه مثل اوباشا حرف میزد اما معلوم بود کلی کتاب خونده من دوست داشتم بیشتر باش آشنا بشم و از مصاحبتش لذت ببرم قرار شد غروب با پدی دوباره بریم پیش بوزو بوزو قول داد تا ما رو به یه مسافرخونه خوب تو جنوب لندن ببره تا ما رو دید پور دخلش رو شمرد و از جاش بلند شد که من متوجه شدم پاش مشکل داره یه پاش به طرف بیرون پیچ خورده بود و شل میزد دوتا اسا از کنارش برداشت جعب گچاش رو روی شونههاش گذاشت و راه افتاد به پل که رسیدیم ایستاد و نفسی تازه کرد با خیره شد و آروم به هم زد و گفت اون ستاره سرخ کنار ماه رو میبینی؟ قشنگه نه؟ مثل یه پرتغال تو قرمزه من با تعجب نگاش کردم فهمید از ستاره سرخ چیزی نمیدونم توضیح داد ستاره چیه و چرا تو آسمون ظاهر شده انگار مسئول بود نادانی منو از بین ببره حرفاش که تموم شد من لبخند زدم و گفتم در مورد نجوم مثل اینکه خیلی اطلاعات داری نه؟ شونه شو بالا انداخت و با خونسردی گفت نه زیاد فقط چند بار از انجمن سلطنتی نجوم تقدیم نامه گرفتم. مقاله هم در مورد شهاب سنگا توجهشون رو جلب کرد. هر وقت بیکار میشم تو آسمون دنبال شهاب سنگا میکردم. اینطوری مجانی ترین نمایش دنیا رو میبینم. من به علامت تایید سرم رو تکون دادم. باز گفت بعضی ها معتقدن فکر و ذکر بی خانمان ها جای خواب و غذاشون میگرده. اما من این حرف قبول ندارم. هرچند یکی مثل پدی همه دنیاش پیدا کردن تحصیل اما من معتقدم آدم چه فقیر باشه چه پولدار فکر و ذهن آزادی داره فقط کافی آزادی رو باور داشته باشه اون سخن رو و من با اشتیاق گوش میکردم حرفاش جالب بود به خصوص که این حرفا از ذهن یک کارتونخواب بیرون می اومد. وقتی چونش گرم شد داستان زندگیش رو برام تعریف کرد فهمیدم فرزند یک کتاب فروش ورشکسته است دوره که فرانسه زندگی میکرده نقاش ساختون بوده یه بار از ارتفاع سقوط میکنه و ناقص میشه به امید یافتن کار به انگلستان میاد اما در نهایت نقاش پیاده رو میشه پشیمون نبود با موقعیت خودش کنار اومده بود و خجالت نمیکشید سعی میکرد از زندگیش لذت ببره خط قرمزای مخصوصی هم داشت آر میدونست مثل بقیه کارتون خوابا دلا بشه و کف خیابون تحصیل جمع کنه برای خوردن چای و بیسکویت در مراسم مذهبی شرکت نمیکرد بوزو اعتقادای جالبی داشت میگفت در مریخ هم کارتون خواب وجود داره معتقد بود مجازات دوزی در مریخ به مرتب سختتر از زمینه به مسافرخونه که بوزو معرفی کرد رفتیم مسافرخونه بزرگی بود و البته خیلی تمیز از هر نژاد و آدمی که فکرش رو میکردم اونجا بود یه ملوان فروری بنگلادشی هم بین مسافرا بود جالب این که همه با هم زندگی مسلمت ها اون روزا به یمن وجود بوزو با انواع و اقسام گدایی در لندن آشنا شدم فهمیدم بعضی ها فقط گدایی میکنن اما بعضی ها دیگه در قبال دریافت پول شیرینکاری خاصی هم میکنن ارگ میزنن یا آکروبات بازی میکنن فهمیدم عکاس های گردم پول خوبی در میارن بعضی این نقاش های پیاده رو هنرمندای واقعی بودن مثل یکی از دوستان بزرگ به دیدنش رفتیم تعریف کرد که چطور یه از فرتا گرسنگی پای بساط یک نقاش پیاده رو و شروع به طرح زدن میکنه سرش رو که برنگ میکنه میبینه جمعیت زیادی دورش جمع شدن و کلی پول براش ریختن اینطوری میشه که برای همیشه شغل نقاشی پیادرو رو انتخاب میکنه آواز خونای مذهبی و دستفروش هم درآمد بدی نداشتن البته دلیل اصلی دستفروشی این بود که دولت انگلستان گداها رو میگرفت و محاکمه میکرد مگه چیزی برای فروش داشته باشن حتی یه چوب کبریت زندگی بین گداها داد گداها تفاوتی با بقیه انسانها ندارن. هرچند همه فکر میکنن انگل جامعه هستن اما وقتی دقیق نگاه کنی میبینی خیلی دیگه هم در جامعه امروزی انگلند اما چون درآمدشون خوبه تحقیر نمیشن تنها گناه گداها در برابر این افراد اینه که شغلی رو انتخاب کردن که پولش کمه اگه گدایی شغلی با درآمد بالا بود گداها محترمترین انسانهایی روی زمین میشدن پولدارا در ازای یکی دو که از ما میخواستن مراقب ماشینشون که کنار خیابون پارک شده باشیم یه روز صبح برای کار به ساندیش فروشی رفتم قبل از ما جمعیت زیادی برای درخواست کار اومده بودن بعد از دو ساعت انتظار اعلام کردن کاری برامون وجود نداره البته بهترم شد چون کارش زیاد بود و درآمدش خیلی کم روزها گذشت به زندگی تو مسافرخونه های جدید عادت کرده بودیم بعد از مدتی همه چیز تکراری شد تنها دلخوشیمون چای و مارگارینی بود که هر از گاهی مجبور بودیم سق بزنیم به نظرم پدی با اینکه نسبت به بقیه راحتتر زندگی میکرد اما بیشتر از من در عذاب بود وقتی با خودش حرف میزد من گوشم با تیز میکردم میفهمیدم که بیکاری بیشتر از گدایی اذیتش میکنه وقتی تحصیل کردن ای بیپول میشه ذهنش اینقدر بازه که خودشو سرگرم کنه اما آدم بیسواد وقتی شغلی نداشته باشه با ذهنی خالی با فقر روبرو میشه همین عذابش میده یه روز اعضای انجمن مبلغان مذهبی به مسافرخونه ما اومدن کارشون خوندن آوازهای مذهبی بود آشپزخونه رو برای برگزاری مراسمشون انتخاب کردن جالب بود بدون اینکه از قبل هماهنگ کنن وارد آشپزخونه شدن اهالی مسافرخونه بدون ذره بیادبی مبلغان رو نادیده گرفتند هر کسی مشغول کار خودش بود یکی غذا میپخت و دیگری هم لباساشو میشست دو نفرم شطرنج بازی میکردن انگار نه انگار گروه مشغول هم نوازیان آخر سر مبلغان هم کم می آوردن و میذاشتن میرفتن بی اون به توهینی بهشون شده باشه فقط نادیده گرفته شدن بزرگ توضیح داد گروه های مذهبی روی پلیس نفوذ دادن ماهی چند بار به مسافرهای مختلف میرن و مراسم اجرا میکنند. کم کم پولمون ته کشید چای و مارگارینم پاسخگوی گرسنگی ما نبود یه بار به توصیه پدی به کلیسای رفتیم که هفته یه بار به گداها چای مجانی میداد بوزو مثل همیشه از همراهی ما اجتناب کرد گفت کلیسا با این کار روحیش سازگار نیست به کلیسا که رسیدیم حدود صد نفر کارتون خواب کثیف دیدیم که همگی به عشق چای مجانی از دور و نزدیک جمع شده بودن اونجا بعد از چند دقیقه در کلیسا باز شد کشیش ما رو به بالکن طبقه بالا راهنمایی کرد. کلیسا مخصوص پروتستان ها بود. جای مخروب و زشت. روی سندلگامون نشستیم و هر کدوممون یه لیوان چای و ششتی که نون و مارگارین دادن. صدای ارگ کلیسا به نشونه آغاز مراسم بلند شد. همون موقع ده دوازه نفر از کارتون خوابا که نزدیک در بودن فرار کردن. اما بقیه جرأت این کار نداشتند. وسط هفته بود. کسی برای شرکت در مراسم نیومده بود جمعیت کارتون خوابای مقیم بالکن به طور چشمگیری از حاضرین طبقه پایین بیشتر بودند و آغاز و مراسم خنده های مسخره و ریختن خوردنون نون روی سر حضار طبقه پایین شروع شد کم کم جرأتمون بیشتر شد با صدای بلند مزاحم برگزاری مراسم شدیم اعتراف میکنم صحنه زیبایی نبود یه دادم کسی و پشمالو سعی داشتن عبادت انسانهای ساده دل و به هم بزنن فقط به این جرم که معتقد بودند در ازای چای و مارگارین تحقیر شدند. کشیش به کارش وارد بود. رشه کلام از دستش در نرفت. تا آخر موعظه رو خوند. هر از چندگاهی هم نگاهی به بالا مینداخت. انگار مستقیم با ما صحبت میکرد و راه رستگاری رو به نشون میداد. بعد از شنیدن آخرین آمین ولوله به پا شد و همه مثل بچه مدرسه یا از پله ها رفتن پایین. در حقیقت دویدن. رفتار اون روز خوابا با برخورد همیشگیشون زمین تا آسمون آرامش و تشکر در نگاهشون دیده نمیشد. فکر کنم علت اصلیش کنار هم بودن و قلبه جمعیتشون نسبت به حضار طبقه پایین بود. شجاع بودن. میخواستن در برابر تحقیر بیستن. بعد از ظهر پدی با پایدن ماشین ها کرایی شب موندن تو مسافرخونه رو درآورد. آورد. به مسافرخونه رفتیم. بوزو هنوز برنگشته بود. ما گرسنه شدیم. پدی گفت تو محله شرقی هفته یه بار کشیش میاد و کپونه غذا پخش میکنه بلند شو بریم اونجا من دنبالش را افتادم از دور صف بلند آدم های عجیب و غریبی که زیر پل منتظر بودن و دیدم کمی جلوتر رفتیم چهره کثیف و سیاه و لباسا پاره بود داشتم جمعیت رو برانداز میکردم که کشیش رسید جوانی سفید و چاق بود شباهت عجیبی به دوستم شار در پاریس داشت معلوم بود خجالت میکشه زیر لب شب به خیری گفت و کوپونا رو بین جمعیت پخش کرد رفتارش باعث شد کارتون خوابا از ته سپاسگزارش باشن همگی یک صدا فریاد زدن جوون معلوم کشیش خوبی هستی کوپونا شیش پنی میارزید مخصوص کافهای در همون محل بود اما همونطور که گفتم کافهدارا غذای کارتون خوابا رو کم میذاشتند تا بیشتر روی کوپونا سود کنند چاره نبود به کافه رفتیم و شکممون رو سیر کردیم بعدش برگشتیم مسافر خونه تو آشپز نشسته بودیم که یه دفعه بوزو مثل موش آب کشیده سر رسید هوا بارونی بود جایی برای نقاشی پیدا نکرده بود ناشار با گدایی چند سکه جمع کرده بود یه پنی کم داشت تا کرایه شبش رو بتونه بده بساتش رو بیرون ریخت تا چیزی برای فروش پیدا کنه در نهایت قرعه به اسم تیغ ریشتراشیش افتاد تیغ و شش پنی به یکی از مسافرا فروخت حالا هم کرایی تختش رو داشت هم یه لیوان میتونست چایی داغ بخوره چای رو با دستش گرفت روبروی آتیش نشست تا لباساش خوش بشه یه دفعه زد زیر خنده با تعجب پرسیدم چی شد با خنده گفت دنیا رو میبینی تیغم و قبل از اینکه ریشم بزنم فروختم ببینی چقدر گیجم با دقت نگاش کردم با پای علیلش از صبح را رفته بود حالا گرسنه با لباس خیز نشسته و چایی می نوشید. به جای اینکه ناراحت شده باشه به فکر از دست دادن تیغش بود و می خندید. صبح روز و بعد پورمون ترک کشید با پدی تصمیم گرفتیم به یکی از اقامتگاه های خارج لندن بریم. خسته و گرسنه به کاملی رسیدیم. برای رفتن به لونه زود بود. چند کیلومتر اون طرفتر مزرعه زیبا بود. کنار مزرعه دراز کشیدیم تا نفسی تازه کنیم. بوی تلخ کاسنی فضا رو پر کرده بود. کمی دورتر دو اسب زیبا به تیرای چوبی دیوار مزرعه بسته شده بودند. هوای پاییزی و درنگیزی بود. چمنای له شده کنار مزرعه نشون میداد پاتوق کارتون خواباس. کم کم جمعیت کارتون از راه رسید. کنار هم نشستن منتظر بودند اقامتگاه باز بشه. خاطراتشون از اقامت در لونه های مختلف برای هم تعریف میکردن. عدهای داستانهای های ترسناکی از اقامتگاه کرملی تعریف میکردن. گفتن روح کارتون که سالها پیش خودکشی کرده لونه رو تسخیر کرده ممکنه شب بیاد سراغمون یکی دیگه داستان زندانی فراری رو گفت که میخواست قاچاقی از کشور خارج بشه اما محموله که توش مخفی شده بود زیر بقیه محموله ها موند و خفه شد داستان زیادی نقل کردم حسابی سرمون گرم شد در بین جمعیت دو جوون آوازخون بودن که آهنگای زیبایی رو اجرا کردند. معلوم بود از اون پسرای زبر و زرنگن یه شب تو اقامتگاه کراملی موندیم روز بعد ساعت ده صبح از دونه زدیم بیرون و به طرف جنوب را افتادیم با تماشای دعوا و کتککاری دو تا از کارتون خوابا سرمون گرم شد متوجه طولانی بودن راه نشدیم به جنوب که رسیدیم پدی در خونه ها رو زد و تقاضای کار کرد آخر سر زنی از ما خواست چند تا صندوقچه چوبی رو از خونهش ببریم بیرون و مثل هیزم خورد کنیم وقتی کارم تموم شد خدمتکار با سینه چای رسید معلوم بود از نزدیک شدن به ما میترسه سینی رو پشت در گذاشت و با عجله رفت دستموز هر کدوم ما شش پنی بود با پولمون نون و مقداری توتون خریدیم پدی معتقد بود نگهبان زورگوی اقامتگاه جنوبی ممکنه با دیدن پول رامون نده پس بهتره زیر خاک دفنش کنیم فهمیدم دفن کردن پول کاری رایج بین کارتون خواب اینطوری راحت وارد اقامتگاه می شدن. خیالشون هم راحت بود. کسی نمی تونست پوداشون رو بدوزه. به اقامتگاه جنوبی که رسیدیم چند ساعتی روی چمن دراز کشیدیم تا در اقامتگاه باز بشه. بیشتر آدم های دیروز هم همرامون بودن. پسرهای آواز خون باز هم برامون آواز خوندن. دو نفری که دعواشون شده بود دوستانه کنار هم نشسته بودند. مردم روستا جمع شده بودن و از دور نگاه میکردن انگار مشغول بازدید از موزه انسانه اولیه هستن رأس ساعت شیش در اقامتگاه باز شد آخر هفته بود مجبور بودیم کل آخر هفته رو اونجا بمونیم طبق روال قبل اسم و مشخصاتمون رو یادداشت کردم این بار گفتم روزنامه نگار هستم روزنامه نگاری واقعی تر از شغل نقاشی بود چون مدتی تو پاریس با نوشتن مقاله روزگار میگذروندم به صف ایستادیم نگهبان ارشد وارد شد فریاد زد کدومتون روزنامه نگارین من با ترس یه قدم جلو رفتم گفتم من قربان صداش آروم و مهربون تر شد نگاهی عمیقی به من کرد و گفت امان از دست این سرنوشت پس تو یادم حسابی هستی از اون لحظه به بعد بین من و بقیه کارتون ها فرق زیادی گذاشت. حوله تمیز و اختصاصی داشتم و رفتار بقیه با من محترمانه تر بود. انگار کلمه آدم حسابی تأثیرش رو همه گذاشته بود. ساعت هفت شام خوردیم و به سلولامون رفتیم. توشکه ها خیلی سرد بود تا خوابمون می برد از سرما از خواب می پریدیم. از سر و صدای سلولای دیگه مشخص بود بقیه وضع بهتری از ما ندارن. صبح روز بعد بعد از انجام ماینات مرسوم پزشکی ما رو به اتاق بزرگ خوری بردن درم قفل کردن جایی تکون خوردن نداشتیم حرفی هم نبود بزنیم ناگهان در باز شد چند نفر از جمله منو برای کار تو آشپزخونه کارخونه صدا زدن معلوم بود که کلمه آدم حسابی هنوز روم اثر گذاشته تو آشپزخونه کار خاصی نبود با کارگرا گپ شدم تا زمان بگذره نهار رو از غذای کارخونه میخوردم مفصل غذایی بود که از اولین شب کارم تو هتل ایکس تا خورده بودم بعد از نهار باید ظرفا رو میشستم سرش به بهم گفت غذاهای باقی مونده رو دور بریزم حجم تعمونده غذاها وحشتناک بودن تکه های بزرگ گوشت خورد نونا و سبزیجات تازه همه ربونه سطل آشغال شدن دستکم کم پنج ساعت آشغال از تمونده غذایی که قابل خوردن بودن بیرون گذاشتم این در حالی بود که چند متر اون طرفتر پنجاه کارتون خواب از گرسنگی داشتم به خودشون میپیچیدم. ساعت سه به اقامتگاه برگشتم. از چهره کارتون خوابا معلوم بود حسابی حسلشون سر رفته. پدی مثل همیشه زیر لب گرگر میکرد. برای اینکه وقت بگذرونم مشغول صحبت با جوون نجاری شدم. به نظر آدم با معلوماتی میومد. میگفت وقتی خیلی گرسنه باشه به اقامتگاه میاد. از جیبش چند کتاب بیرون آورد که نشون میداد اهل مطالعه است. با هم شروع به صحبت کردیم از سیستم انتقاد کرد. معتقد بود نقص از قوانین قانون کارتون خوابا مجبور به ساعت ها راه رفتن بین دو اقامتگاه میکنه. بعد 14 ساعت زندانیشون میکنن. هر روزم این داستان تکرار میشه. در تایید صحبتش ماجرای دور ریختن غذاها رو گفتم. ناگهان لحنش مثل که اشراف شد. باید این کارو بکنن. تو چی فکر کردی؟ اگه غذای خوب به این مفخورا بدن که نمیشه از تو اقامتگاه جمعشون کرد. برای تایید نظریاتش کلی استدلال ارائه کرد. طوری حرف میزد انگار با قشر کارتون خوابا زمین تا آسمون فاصله داره. سه ساعت از وقتمون با همین حرفا به بتالت گذشت. ساعت هفت شما بردن. خیابون خوابای جدیدی از راه رسیدن. برای همین لامونو به اونا دادن و ما رو به خوابگاه بردن. خوابگاه جای شبیه انبار بود سی تخت نزدیک هم داشت و بوی گرم میداد پیرمردم مدام صرفه میکردن نمیذاشتن بقیه راحت بخوابن تنها حسن خوابگاه گرماش بود چپیدن پنجاه نفر تو یه اتاق هوا رو گرمتر میکرد روز بعد رأس ساعت ده صبح با یک که نون و کمی پنیر تو دست بیرون اومدیم بعد از هوای متعفن و این گرفته اقامتگاه هوای تازه پاییزی برامون درنگیز بود با پدی به طرف لندن را افتادیم جاده خلوت بود تک و توک ماشین رد می شدن یه دفعه صدای قدم های تونی از پشت سرمون شنیدیم جوونی که بهش غذا داده بودیم نفسنان نزدیک شد بطی زنگ زده ای از جیبش در برد و گفت بیا رفیق تو به من لط کردی تا حالم عوض بشه نگهبان جعبه رو پس داد منم آوردمش برای تو از هر دست بدی از همون دست میگیری و پدی بعد از ترک اقامتگاه جنوبی با جارو کردن باغچه و عرص کردن علف های هرز کمی پول جمع کردیم یکی دو روز بعد از هم جدا شدیم دوباره پیش دوستم رفتم دو پوند ازش قرض گرفتم میدونستم هشت روز دیگه مشکلاتم تموم میشه و معلولی که قرار بود پرستارش بشم از مسافرت برمیگرده پدی هم به شمال انگلیس رفت میگفت اونجا دوستی داره که میتونه براش یه کار پیدا کنه از اون به بعد ندیدمش بعدها کسی برام خبر آورد که ماشین بهش زده و کشته شده راست و دروغش رو خدا میدونه از بوزو هم بیخبر نموندم به جرم گدایی به زندان افتاد اما با روحیه ای که ازش سرق دارم مطمئنم اذیت نمیشه آسپاس بودنم تو پاریس و لندن تجربه های فراوانی برام داشت دنیای اطرافمو بیشتر شناختم نگام به کارتون خوابا زمین تو آسمون تغییر کرد فهمیدم آدمای فقیر خطرناک نیستن فقط وقت یارشون نیست دیگه میفهمم تقاضای تشکر از کسی که بهش کمک کردیم چقدر آزاردهنده است میدونم نباید لباسامون رو گرو بذاریم از کسی که برگه های تبلیغاتی تو خیابون پخش میکنه حتما برگه ای بگیریم موقع غذا خوردن تو رستورانی با باید به یاد آشزگوونه کسی فش